با سلام های گرم به شما عزیزان، برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی رو مشاهده میکنین. من شیوا محبوبی امشب این برنامه رو خدمتتون تقدیم میکنم. به مدت 2 ساعت برنامه زنده داریم. برای شما عزیزانی که برای اولین بار این برنامه رو میبینین، این رو لازمه بگم که این برنامه ایست از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. و ما در برنامه های زنده همونطور که میدونین معمولا اکثر وقت برنامه خطها باز هستن که شما عزیزان بتونین رو خط تلفن بیاین. در این حال عزیزانی که در زمینه زندانیان سیاسی فعالیت میکنن، خانواده های زندانیان سیاسی رو دعوت میکنیم به این برنامه ها. در واقع در طول 1-2 هفته اخیر اتفاقات زیادی پیش اومده و برنامه کانال جدید در 2 روز گذشته برنامهش رو به کشته شدن دختر جوانی به اسم فریناز خسروانی قرار داده بود و همونطور که مطلع هستین در شهرهای مختلف در کردستان اعتراضات وسیعی شده بود که بیشتر در موردش صحبت میکنیم. فکر میکنم شما عزیزان عکسایی رو از فریناز دیدین، دختر جوانی که در هتل تارا در شهر مهاباد کار میکرد. در این مورد صحبتی خواهیم داشت. تعدادی از معترضین در حمایت از، در واقع در اعتراض به کشته شدن فریناز دستگیر شدن. در این حال در این برنامه گزارش هایی خواهیم داشت از برگزاری روز کارگر که مشخصا در کشورهای مختلف در رابطه با کارگران زندانی بود. ویدیو کلیپ هایی در این رابطه مشاهده خواهید کرد و در این حال در رابطه با روز، در رابطه با اعتراض معلمان صحبت می کنیم، اعتراضاتی که در هفته اخیر صورت گرفته بود، و همینطور در آخر برنامه در رابطه با روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی 20 ژوئن برابر با 30 خرداد. موضوعات زیادی هستش که خوشحال میشم شما عزیزان تماس بگیرین و هم که خطای تلفن به زودی باز شد تماس بگیرین و صحبت بکنین. موضوع اول در رابطه با فریناز هستش. برای شما عزیزانی که شاید خبر رو نشنیده باشین، فریناز خسروانی دختر جوانی بود که به صورت مهماندار در هتل تارای شهر مهاباد کار میکرد و از طرف یکی از مامورین اطلاعاتی بنابر اخبار مورد تهدید قرار گرفته بود که بهش تجاوز بشه. در اتاقی درب و بسته بودن و فریناز خودش رو از طبقه 4 به پایین پرتاب کرد. داستانی رو که میگم ممکنه اسمش متفاوت باشه، ولی مطمئناً داستانش و تکرار کننده داستانهای ریحانه، افسانه نوروزی و خیلی های دیگه هستند. زنانی که تو کشوری زندگی میکنن که حکومت اسلامی در اون هستش که زن حق نداره شکایت بکنه که بهش تجاوز شده و وقتی که شکایت بکنه 1000 تا تهمت بهش میزنن و در این حال محکومش میکنن. داستان ریحانه جباری رو به یاد میاره که 7 سال رو در بدترین زندان شهر ری گذروند و اعدامش کردن، چرا که نمیخواستن که پرونده اینکه یکی از اطلاعاتیاتشون میخواست بهش تجاوز بکنه بیرون بیاد. در این مورد فریناز مردم شهر مهاباد همونطور که ویدیوش رو ملاحظه میکنین و حتما روی اینترنت بارها دیدین دست به اعتراض زدن، حتی دست به آتش زدن هتل زدن، چرا که بنابر گزارشی که هستش مسئول هتل کسی بوده که خودش کم و بیش دخیل بوده در این جریان، به این معنی دخیل بودن که هیچ گونه. دوست عزیز شما رو خط تلفن هستیم، بفرمایید. من با سلام و عرض خسته نباشید به خدمت خانم شیوا محبوبی عزیز تشکر میکنم از برنامه خوبی شما، ولی من یک پیشنهادی برای شما داشتم. با اینکه این صحبتی که من میکنم ربطی هم به موضوع برنامه شما نداره، تا موقعی که اگر جوانان نخوان پاشن و شورش انجام ندن این کار هیچ فایده نداره. حالا دست شما درد نکنه، ما زنگ میزنیم صحبت میکنیم، شما هزینه میکنید پول خرج میکنید، خب بالاخره درست نیست. الان مثلا من در جامعه ایرانی هستم بهتر از شما میدونم، یه جوان ها یا به فکر نمیدونم مواد کشیدن هستن یا به فکر خوشی و اشغال خودشون هستن. کمتر کسی، کمتر جوانی پیش میاد که به فکر مثلا
سرنگونی و شورش و انقلابایی. یه سوالی ازتون بکنم، میدونم گفتین ربطی به موضوع نداره، به نظر من صحبتاتون خیلی ربط داره به موضوع برنامه، اگر اشکال نداره رو خط باشین یه سوال ازتون بکنم. ببینین، از جریان مهابات، همین چیزی که حالا در موردش صحبت میکردم، خبر دارین از کشته شدن اون؟ بله. از اعتراضاتی که مردم در تقریبا 7-8 شهر اونجا کردن اطلاع دارین؟ بله. خب شما میگین جوونا هیچ حرفی نمیزنن، ما این رو شاهد بودیم در مورد اسید پاشی هام توی اصفهان، اعتراضات وسیعی شد. فکر نمی کنی خب اینا همون جوونا هستن که معترضن میان تو خیابون؟ بله عزیزم، این فرمایش شما کاملا درسته، ولی یک ولی خیلی مهم میده، خیلی تعداد بسیار کم و اندکی دست به تظاهرات زدن، زودی تظاهرات کردن و تمومش کردن، یعنی ادامه ندادن. یعنی مثلا اگه تظاهرات میکنن باید تو قیام مدنی 3 میلیون نفر یا مثلا 5 میلیون نفر بریزن تو خیابون، تو خونه هاشون هم بشینن، میگن تا موقعی که مثلا رژیم سرنگون نشده ما به خونه هامون هم بر نمیگردیم. اینطوری باید فکر کنن و تصور کنن و صحبت کنن. خب این انتظار خیلی خوبیه، درست میگین. به نظر منم با خب آخه فایده، ببینین شما اینجوری در نظر بگیرین، من حالا وقتتون رو زیاد نمیگیرم، اگه دوست داری میتونین پای تلویزیون باشین که خرج تلفنتون زیاد نشه، فقط من چیزی که میخوام بگم اینه که ببینین، من قبول دارم یعنی زمانی بالاخره یه انقلاب باید بشه و این امکان پذیر هست، اجتناب ناپذیره، ولی شما وقتی میگین فایده نداره، ببینین مجسم کنین اگر فریناز خسروانی، همین دختر جوان، همین بلا سرش میومد و هیچکی اعتراض نمیکرد، مجسم کنین اگر تو اصفهان و شهرهای دیگه اسید پاشی میشد و هیچکی اعتراض نمیکرد، آیا شما فرق این دوتا رو براتون هیچ، یعنی هیچ فرقی نداره براتون اعتراضایی که شده؟ قبول دارم یعنی باید نهایتا میلیون ها نفر بیان تو خیابون، درست میگین شما، ولی خب ما اگر این موفقیت حالامون رو نگاه نکنیم و بگیم که مردم هیچ کاری نمیکنن بی فایدن، فکر نمیکنین تأثیری نداره به معنی؟ خب بله، من همچنین که بهتون گفتم میدونید چیه، هر چقدر که زمان میگذره رژیم اسلامی بیشتر میخه خودشون میکوبه و قدرتش روز به روز بیشتر میشه. تنها اسید پاشی و تنها قضیه مهاباتی نیست، صدها صدها کسان دیگه، جوانان دیگه هستن که به دست اطلاعاتی ها و جلادین جمهوری اسلامی در زندان یواشی میبرن، اعدامشون میکنن، چی خفتشون میکنن، پدرشون رو در میارن، شکندهشون میکنن، خلاصه صداشون هم در نمیاد. من منظورم از این اینه که من بیشتر از این وقتتونم نمیگیرم، امیدوارم اصلا که از حرفای من ناراحت نشید. نه خیلی نکات خوبی گفتین، ممنون که اتفاقا این خیلی خوبه. حالا من تشکر از تماستون، بیشتر رو خط نگهتون نمیدارم که دوستان دیگه هم بتونن تلفن بزنن، خیلی ممنون، ولی صحبت خواهم کرد. نه اصلا اتفاقا دستتون در نکنه، این مهمه، خیلی خوبه که همه زنگ بزنن بگن ما انتظارمون بیشتره، ولی این باید یه بالانسی باشه بین این که خب اعتراضات موجود رو هم ببینیم به طور واقعی. خب ببینین ما در مورد زندان و شکنجه که صحبت میکنیم وحشتناکه، واقعا یک ساعت در یک تاکسی سلولی زندان بودن وحشتناکه، اینو همه میدونیم، ولی در همون میان زندانیا دارن بیانیه میدن، اعتراض میکنن. خب اگر شما نگاه بکنین این مبارزه و مبارزه‌ای که خارج از زندان بین مردم وجود داره به هم تنیده شده، یعنی با توجه به اینکه ما انتظارمون اینه تمام میلیون ها نفر به خیابون بریزن، ولی در بعد خودش نگاه کنین. من همیشه اینو گفتم، خیلی ها میان صحبت میکنن و میگن که خب مردم چرا عکس العمل نشون نمیدن، من فکر میکنم این تیزبینی مردم هستش. زمانی که اسید پاشی ها شده بود، رژیم گفت که یکی دو نفر اومدن و ما میگیرمشون، مردم به درستی اومدن تو خیابون، گفتن میدونیم پشت این کی هستش. مسئله فریناز به همین شکل شد، اومدن هتل رو به آتش کشیدن، نه به خاطر اینکه مشکلی با اون هتل دارن، به خاطر اینکه کسی که اومد و میخواست به فریناز تجاوز بکنه یکی از اطلاعاتی ها بود که در عین حال مسئول این بود که سطح هتل ها رو بارا ببره، و شواهد و صحبت هایی که شده نشون میداد که مسئول خود هتل هم دست بوده با اون. یعنی اینها عظیمه، واقعا شما نگاه کنین به اعتراض به
قتل یک دختر جوان در این برهه که طوری بود که دستگیری های صورت گرفته، مردم اعتراض کردن به جمهوری اسلامی، نوک حمله جمهوری اسلامیه. یعنی به نظر من این رو باید دید، این تیزبینی مردم رو نشون میده. میدونم توقع همه ما هست میلیون ها نفر به خیابون بیان، ولی باید این رو ببینیم، این پتانسیل عظیمیه، این حرکت عظیمیه که وقتی که میاد. در مورد ریحانه جباری به همین شکل یک اعتراض وسیع جهانی بود. اینها همه اینها به نظر من به هم تنیده، طوری شده که اعتراض خارج زندان و داخل زندان و خارج از ایران همش یکی شده، یه شهر شده. بفرمایید شما رو خط تلفن هستین. الو. بله بفرمایید، صداتون رو داریم. سلام، خسته نباشید. من میخواستم من نظر خودم رو در این مورد بدم، اینکه این رژیم باید عوض بشه و اصلا اومدنش از داخل شیوا بودی که اصلا در این مورد صحبتی نیست. خواستم اینو بگم که وقت صحبت های من به بد برداشت نشه. میخواستم بگم کسایی که میگن باید بیان تظاهرات و شلوغی اینا همه جای خود درست، ولی شیوایی که سال 57 شد که نباید دوباره تکرار بشه. این دفعه باید بدونن که گیریم این کار شد و گیریم همه امروز برفر از این رژیم رفت. خب جاش چی باید بیاد دیگه؟ چه ها در این پیچاله بیفتیم؟ آیا این آمادگی رو این مردم دارن، این کشور داره که بتونیم اون حکومت رو یا اون دولت بهتر از این رو داشته باشیم؟ آیا اون به اون سطح رسیدن؟ آیا کسایی که میخوان برن اعتراض بکنن یا هر کاری بکنن میدونن چی میخوان؟ نمیدونم، اگه خودم فکر میکنم اگه هر کسی زنگ میزنه یه سوال بکنه ببینه که نظر خودشون چیه. ببینه شما این که برفاظ میگه نظرتون جمهوری اسلامی بده، خب نظرتون چی خوبه، چی باید بیاد؟ ببینید چند نفر میدونن و همین ممکنه اگه واقعا ما اینا ندونیم هنوز ممکنه خیلی بدتر از این بشه. حتی در اون زمان خیلی یه زمینه خیلی خوبی بود که ما به اینجا رسیدیم. اگه این دفعه همون اشتباه بخواد بدتر تکرار بشه دیگه، خب ایدا که چی میخواد بشه؟ خیلی ممنون از تماستون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. تشکر میکنم. بله طبعا این بحث خیلی عمیقیه. امیدوارم تو برنامه های کانال جدید به این بپردازید. سوال خیلی خوبی کردین که مردم چی میخوان وقتی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، چه نوع حکومتی رو میخوان، چی رو میخوان. این کاملا درسته، ولی در این حال یه چیز رو بگم، این که معمولا تو هر کشوری وقتی که انقلاب میشه اول از شر اون به اصطلاح رژیم راحت میشن و موقع شرایطی مهیا میشه که هر حزب و سازمان و تشکل و فرد و گروهی بیاد صحبت های خودش رو بکنه که مردم بتونن انتخاب بکنن. من تو این بحث زیاد نمیرم چون دو هفته در میون برنامه زندانیان سیاسی رو داریم و مباحث زیاد هستش، و اگر اجازه بدین این بحث رو در یک برنامه دیگه کانال جدید میتونین ادامه بدین. خیلی ممنون. یکی از دوستان رو خط سکایپ داریم. بفرمایین الیاس گرامی، صدای شما رو فکر کنم داریم. درود بر شما. الیاس استمنش هستم از سوئد. میخواستم یک خبری رو درباره تجمع سکوت معلمان داشته باشم در مشهد، که باعث خوشحالیه که الان مردم ما اعتراضات رو به صورت یک پارچه نسبت به حق و حقوقشون دارن انجام میدن و نشون بدن به جمهوری اسلامی که ما دیگه ساکت نیستیم و از حق رو میخواییم دفاع کنیم، و خیلی و خوشحالم که این بیداری شکل گرفته و مردم ما هم به خودشون الان دارن نسبت به این اعتراضات دارن برای سرنگونی جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن، و برای و در روز اول مایی هم که ما خیلی اعتراضات در سراسر ایران داشتیم از شهرهای مختلف، جنوب ایران، مشهد و شمال ایران، و نسبت به کارگران زندانی در زندان در زندان‌های جمهوری اسلامی معترض شدند و یک سری درباره کارگران زندانی معترض شدند، و خیلی خوشحالم در اینجا که ما نسبت به این اعتراضات باید برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش بکنیم و مردم ما رو مردم به اون بیداری رسیدن و
خیلی خوشحالم که منم توی برنامه‌تون آوردید، تونستم با مردمم صحبت کنم. سپاس. خیلی ممنون، تشکر از شما. من فقط می‌خواستم یه نکته رو بگم، بارها الیاس اشاره کرد و چند نفر دیگه هم پیش اومده و حتی خود توی اطلاعیه های در رابطه معلمان بارها گفته شده، تجمع سکوت. میدونم بحث برنامه در مورد اون نیست، ولی چیزی رو که میخوام بگم، تجمع اعتراضی اعتراضه، تجمع سکوت نیست. یعنی چی تجمع سکوت؟ آیا این چیزیه که بگیم که ما خشونت نمی کنیم؟ منظور از این چی هستش؟ من نمیخوام هیچ جوابی به این بدم، دوست دارم بیشتر این رو به عنوان سوال مطرح کنم که وقتی شما تجمعی میکنین، شعارهایی رو که همین الان رو صفحه تلویزیون دیدین در اون فیلم که خیلی واضح داره میگه کارگر زندانی باید آزاد بشه، داره میگه مزدمو باید بدین، داره میگه من زیر خط فقر دارم زندگی میکنم، اینها فکر نمیکنم سکوت باشه، اینها فریاده، تمام این شعارها. و در بسیاری از موارد ما معلمانی رو داشتیم که اومدن صحبت کردن. رسول بداقی یک مثال خیلی مشخصش هستش که حتی از زندان هم سکوت نکرده. وقتی معلم زندانی در زندان سکوت نمیکنه، بیانیه میده، اطلاعیه میده، حرف میزنه، فکر نمیکنم اسم گذاشتن روی تجمع اعتراضی به اسم تجمع سکوت درست باشه. در نتیجه اگر نمیتونن کارگر زندانی رو به سکوت وادار کنن، نمیتونن در واقع اون سکوت رو حاکم کنم. من فکر میکنم این یه تجمع اعتراضی هستش، تجمع معلم ها. ببینین چند وقت ما شاهد اعتراض معلم ها هستیم، چندین هفته است، چندین ماه اعتراض کردن، بعد گفتن که چون جواب نگرفتیم دوباره اعتراض میکنیم، شعارا بیشتر و بیشتر شد. حتی اگر در اولین تجمع کارگر زندانی رو آزاد کنین نبود، در تجمعهای دیگه بود و این صداها بیشتر و بیشتر بلند شد و اتفاقا به هیچ عنوان تجمع سکوت نبود، چون که تمام این معلمان گفتن ما حاضر نیستیم قبول کنیم، اگر به ما جواب ندادن ما دوباره اعتراض میکنیم، ما دوباره تحسن میکنیم. و در تمام شهرها، نه یکی دو شهر، بلکه در تمام شهرها اعتراض میکنیم. و من فکر میکنم عکس های این اعتراضات معلمان خیلی گویاست، حرکتشون و اون سراسری بودنش، صحبت کردن در مورد وضعیت خیلی مشخص هستش. در نتیجه فکر میکنم یه مقدار تناقض داره وقتی روی تجمع اعتراضی تجمع سکوت اسمشو میذاریم. خب طبعا یه معنی داره حتما برای کسایی که این رو انتخاب کردن، ولی حالا بیشتر بهش میپردازیم اگر امکانش بود. اما در رابطه با میخواستم بگم در رابطه با فریناز و اعتراضی که شده بود در شهرهای مختلف کردستان، که من لیستش رو اینجا دارم، در همون موقع که در واقع این اتفاق افتاد، دست به در واقع در دوشنبه 14 اردیبهشت ماه بود و اعتراضاتی صورت گرفت در شهرهای مختلف، از جمله مریوان، سردشت، پیرانشهر، سقز، اشنویه، کامیاران، دهگلان، بوکان، کرمانشاه. در بازارهای شهر مریوان کاملا تعطیل بود. روز جمعه 18 در تمام این چند روز اخیر تقریبا شهر حالت حکومت نظامی داشت، تعداد مامورین انتظامی در جاهای مختلف بسیار زیاد بود. عکسای این اعتراضات رو احتمالا مشاهده کردین، به حدی بود که اجازه نمیدادن هیچ گونه اعتراضی صورت بگیره. ولی جالب این بود که با پاسخ به دوستانی که میگن که چرا مردم کاری نمیکنن، مردم به خیابون اومدن مشخصا با حمل پلاکارتای فکر میکنم عکسشو داشته باشیم، از جمله ما همه فرینازیم و خواهان پاسخگویی مقامات قضایی و امنیتی شدن. مردم گفتن ما کوتاه نمیایم، ما اجازه نمیدیم که در واقع به این شکل صورت بگیره. به همین دلیل من فکر میکنم که این اعتراضاتی که در واقع صورت گرفته باید سراسری میشد، فرق نمیکنه. ببینین ده ها نفر، صد ها نفر، من میخوام بگم شاید هزاران نفر، صد ها نفر فریناس ها در خفا در واقع مورد تجاوز قرار میگیرن و صدا ندارن، نمیتونن هیچ جایی شکایت بکنن، هیچ جایی نیست شکایت کنن، چون دولتی که حاکم هستش زن رو به رسمیت نمیشناسه. تجاوز به زن رسمیت داره و مخصوصا اگر این از طرف خودشون باشه، اطلاعاتی باشه، طبعا این رو هر کاری تونستن بکنن این رو کاملا میپوشونن و اون فرد رو حالا یا اعدام میکنن یا به یه بلایی سرش میارن. بارها ما صدای افسانه نوروزی رو از همین برنامه شنیدیم، شاید خاطرتون
یادتون باشه وقتی که در رابطه با ریحانه جباری برنامه گذاشتیم، افسانه نوروزی، زنی که از مرگ نجات یافت، میتونست اعدام بشه اون موقع در اثر اعتراضات شما، در اثر اعتراضات آزادی خواهان در سطح دنیا، اومد رو همین برنامه صحبت کرد، گفت من اونجا قرار گرفتم، به من میگفتن که تو یه کاری کردی که این فرد بخواد به تو تجاوز بکنه. زن بودن زیر قوانین اسلامی یعنی این. در نتیجه وقتی که اعتراضاتی علیه، من میگم قتل فریناز میشه، به این معنی هستش که این صدا داره میگه که بس کنین خشونت علیه زنان رو، اجازه نمیدیم. کسانی که مسئول این کار بودن باید بیان پاسخگو باشن. به هر حال اگر شما عزیزان کسانی بودین که در شهرهای مختلف در اعتراضات بودین، اگر اخباری در این رابطه دارین حتما بیاین صحبت بکنین، نظرتون در رابطه با اینکه چه جوری میشه این اعتراضات رو سراسری تر کرد. تعدادی در این اعتراضات دستگیر شدن. ما خواهان آزادی این معترضین هستیم و اینکه چجوری میشه ادامه این اعتراض در رابطه با قتل فریناز رو ادامه داد در مقابل زندان‌ها، و خواست اینکه این معترضین هرچه سریعتر آزاد بشن. آیا خبر دارین چه کسانی هستن؟ آیا میدونین در چه زندان‌هایی هستن؟ همه اینها مهم هستش که بتونیم همه با هم دیگه در مقابل این جنایات واقعا بایستیم. از طرفی در رابطه با اول می، من فکر میکنم یکی دو گزارش داریم، اگر اتاق فرمان بتونن فقط یکی از کلیپ ها رو بذارن خیلی عالی میشه. در رابطه با در کشورهای مختلف، امیدوارم همکارم با بک بتونه رو خط بیاد و در این رابطه گزارشی بده. در کشورهای مختلف تظاهرات هایی در حمایت از کارگران زندانی شده بود که خیلی موفقیت آمیز بود، تونست توجه زیادی رو به خودش جلب بکنه. یکی دو کلیپ رو که همکارم فرشید فراخینیا درست کردن رو داریم که به محض آماده شدن اتاق فرمان اگه اطلاع بدن میتونن این رو نشون بدن و با همدیگه این رو ببینیم. بله، و ببخشید تا آماده میشه، و طبعا یک این کلیپ های خیلی زیادی هستش، اما یکی دو تاش رو فعلا خدمتتون نشون میدیم که در کشور مختلف بوده، مخصوصا یکیش که مجموعه ای از اینها هستش که در واقع در کشورهای مختلف این اعتراض رو نشون میده. و طبعا دیدن این که در اعتراضات معلمان پلاکاردهای گرفته شده بود از اینکه کارگر زندانی باید آزاد بشه، واقعا باید بس داده بشه. ابتکاری که به خرج داده بودن یک سری از فعالین در ایران، شعار کارگر زندانی باید آزاد بشه رو به در و دیوار چسبونده بودن، به جاهای مختلف از اون عکس گرفته بودن. با هم دیگه بریم و این دو تا کلیپ رو، در واقع یکیشو فکر میکنم ببینیم که مجموعه ای هستش از کشورهای مختلف. And it's supported by a number of organisations, including the Haldane Society of Socialist Lawyers. My name is Paul Herron. I'm on the executive committee of the Haldane Society. The reason why we are supporting this picket today is to protest about the abuse of political prisoners, and in particular, on a day, the International Workers' Day, the 1st of May, we want to highlight the fact that Labour activists, socialists, trade unionists and communists lie in the prisons of Iran for doing nothing more than exercising their democratic right, their human right, to protest about the worsening economic conditions in Iran, but most importantly, against the human rights abuses, the abuses of workers' rights, the abuses of women's rights. And just recently, he was given 9.5 years above the 4 or 5 years that he's given already. Nima and... You have to ask them to shut down the Iranian embassy. Shut down the Iranian embassy! Shut down the Iranian embassy! We are James workers in Iran. We are political prisoners 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 in Iran. Stop torture, stop murder in Iran. Stop torture, stop murdering in Iran. Stop torture, stop murder in Iran. با هم دیگه کلیپ بعدی رو ببینیم و بعد از اون فکر می‌کنم بابک رو خط تلفن داریم.
execution in Iran. Free Algerian workers in Iran. Free Algerian workers in Iran. Down with Islamic regime of Iran. Down with Islamic regime. بابک جان، بابک عزیز لطفا رو خط باشین یه لحظه. از تعدادی از برنامه‌های روز کارگر که در حمایت از کارگران زندانی، مشخصاً بهنام ابراهیم زاده و سایر کارگران زندانی در کشورهای مختلف بود. این تصاویر رو دیدین که همکارم فرشید فرخ‌نیا تهیه کرده بودن و اما بابک ایدیپور رو خط سکایپ داریم. بابک عزیز خسته نباشین، شما یکی از سازمان دهندگان روز کارگر در حمایت از کارگران زندانی بودین. اگر امکان داره گزارشی رو اینجا بگیم، گزارش تصویری شو دیدیم، اگر لطف کنین اینجا شما از کلن ارزیابی خودتون و استقبال در چه کشورهایی بود رو بگین، ممنون میشم. بله، ممنونم خانم منقوبی. با سلام به شما، همکاران محترمتون و بینندگان عزیز. ببخشید صدای من یکم گرفته چون سرما خوردم. روز اول می که برابر با 11 اردیبهشت بود، همینطور که میدونید روز جهانی کارگر بود که کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و نهاد کودکان مقدمان از ماها پیش تصمیم رو بر این گذاشته بودن که در این روز کارزاری رو با نام کارزار بهنام ابراهیم‌زاده و کارگران زندانی به راه بیاندازن که با اطلاع رسانی و هماهنگی کلیه اعضا این مسئله به شکل خیلی خوبی اطلاع رسانی شد و خیلی شهرها استقبال کردن از این مسئله و بعد از اطلاع رسانی که توی مدیای اجتماعی مختلف صورت گرفت، از انگلستان، شهر لندن، سوئد، استوکهلم، گوتنبرگ و سانسوال، از کانادا، تورنتو و اوتاوا، استرالیا، سیدنی، نروژ، اسلو و تیمبول، هلند، آمستردام و ترکیه، آنکارا حمایت کردند و در این کارزار شرکت کردند که به شکل‌های مختلف این کارزار صورت گرفت توی شهرهای مختلف که خیلی از گزارش‌ها به شکل تصویری و ویدیویی
در دسترس عموم قرار داده شد در مدیاهای اجتماعی و همچنین صفحه فیسبوک کمیته. در لندن در مقابل سفارت رژیم اسلامی همراه با انجمن وکلای سوسیالیست هالدن صورت گرفت که این تجمع سخنان مختلفی رو به همراه خودش داشت. خود شما خانم محبوبی سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی پاول هرتن از انجمن وکلای سوسیالیست هالدن، پیتر تاچل، فعال شناخته شده حقوق بشر در انگلستان، حسن از کمیته همبستگی با کارگران، مازیار شیرالی از گروه همجنسگران ایرانی در رابطه با وضعیت کارگران زندانی و نقض حقوق انسانی و همبستگی با کارگران زندانی سخنرانی کردند. خب در ادامه این تظاهر کنندگان روبروی درب سفارت رفتن، پوسترها و عکسهای کارگران زندانی و بهنام ابراهیم‌زاده رو چسبوندن که از داخل سفارت مثل اینکه صحبتی گفته شده بود در این منوال که روی دیوارا عکس نچسبونیم که خشم تظاهر کنندگان رو برانگیخته بود و شعارهای بیشتری سر دادن علیه جمهوری اسلامی و برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی که با مسئله روبرو شد. اما خب باز هم تظاهر کنندگان دست نکشیدن و در نهایت این کارزار در لندن واقعا با استقبال و شور و هیجان خاصی به سرانجام رسید. خب کمیته همبستگی با کارگران، حزب کمونیست کارگری ایران، حزب کمونیست ایران کهنه و بنیاد پیتر تاچل در این تجمع حضور در کشور کانادا در شهر اتاوا تظاهرات حضوری پارلمان انجام شد که با در تظاهرات کنندگان با در دست داشتن پرچم‌ها و عکس‌های کارگران زندانی خواستار آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی که مدیای سی تی وی از این اعتراضات پوشش خوبی رو تونست صورت بده که همکار ما که در اتاوا بود گزارش خیلی کامل رو توی این زمینه برای ما ارسال کرده. در کشور هلند شهر آمستردام باز هم اونجا استقبال خیلی زیاد بوده، فوق‌العاده بوده. در تظاهرات گسترده‌ای که اتحادیه سراسری FNV صورت داده بود، کمیته، فعالین کمیته هم در این تظاهرات شرکت داشتند که خواستار آزادی کارگران زندانی ایران و همچنین زندانیان سیاسی بودند و شعارها و گزارش‌های خیلی زیادی توی زمینه توی مدیاهای مختلف صورت گرفت. در استکهلم احزاب چپ سوئد، سوسیال دموکرات، احزاب چپ ایرانی، حزب کمونیست کارگری، کمیته بین المللی علیه اعدام، جوانان کمونیست، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی، حزب کارگری حکمتیست، حزب کمونیست ایران حضور داشتند که باز هم با پلاکاردهای با شعارهای مختلف برای آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی این تظاهرات خیلی مورد استقبال و شور و هیجان بسیاری به پایان بود. سخنرانی‌های مختلفی هم توی استکهلم صورت گرفتیم. اطراف مختلف توی زمینه سخنرانی کردیم. در گوتنبرگ هم همینطور در گوتنبرگ احزاب مختلف چپ سوئد و همچنین حزب کمونیست کارگری ایران، حکمتیست و دیگر احزاب و نهادهایی که طرفدار حقوق کارگران بودند تجمع فوق‌العاده شکوهمندی را صورت دادند. پلاکاردهای خیلی زیبایی با شعارهای متفاوت توی این تظاهرات بود. کمیته هم حضور خیلی فعالی را داشت. تراکت‌های به نام ابراهیم‌زاده و همچنین پتیشنی که خیلی از سوئدی‌ها امضا کردند اطلاع رسانی بسیار گسترده‌ای صورت گرفت و بعد از سخنرانی احزاب مختلف در میدان یمتوریت با یک راهپیمایی تقریبا با مسافت زیادی در میدان دیگه حضور به هم رسوندن و اونجا باز هم مراسم با سخنرانی‌ها و شادی‌های مختلف به پایان رسید. در
شهر سونسوال هم همینطور همکاران ما تونستن به شکل خیلی گسترده‌ای عکس ها و پوسترهای زندانیان سیاسی رو در مدیاهای اجتماعی و خیلی جاهای دیگه بتونن تبلیغ کنن و گزارش خودشون رو دادن که اطلاع رسانی خیلی خوبی کرده بود دوستمون. در کشور نروژ شهر اسلو و تینبول اونجا هم مسئول کمیته آقای سرور کاردار گزارش خیلی مفصلی رو صورت داده بود. حضور تجمع کنندگان خیلی زیاد بود که آقای سرور از بالا فیلم خیلی زیبایی رو تونسته بود بگیره و گزارش داده بود. واقعا استقبال فوق‌العاده بود. در ترکیه هم همینطور در شهر آنکارا تجمع کنندگان خیلی زیاد بودند و شعارهای خیلی زیادی رو برای آزادی کارگران زندانی و همچنین زندانیان سیاسی داده بودن. در نهایت من میخوام بگم که این جای تأسف داره که کارگری در ایران به خاطر یک اندیشه، به خاطر داشتن یک حق ساده طبیعی توی زندان باشه و همچنین زندانیان سیاسی دیگر که به خاطر اندیشهشون باید زندان بشن متاسفانه. و ما همه دست به دست هم میدیم و تا الان هم دادیم و بیشتر تلاش میکنیم و امید اونو داریم که بتونیم تمام این زندانیان سیاسی و کارگران زندانی روزی از این زندان خارج بشن و در زندگی به حق طبیعی خودشون برسن. ازتون خیلی تشکر میکنم بابک عزیز، خسته نباشین و امیدواریم این کارزار حمایت از کارگران زندانی ادامه پیدا کنه. فکر میکنم جزء سازمان دهندگانشون کمپین برای آزادی کارگران زندانی هم بودن. خیلی ممنون ازتون، خیلی تشکر میکنم. اگر لازم دیدین نکته ای بود حتما دوباره میتونیم بیان رو خط. بله ممنونم که این وقت رو به من دادید خانم. خیلی ممنون. بله دوستان، طبعا در رابطه با وضعیت کارگران زندانی اطلاع رسانی و اینکه به یک معنی چجوری میتونیم صدای کارگران زندانی باشیم و در این رابطه یکی دو خبر دیگه بود. یکی از دوستان رو خط اسکایپ داریم ولی این رو لازم من خدمتتون بگم که برای محمود صالحی و عثمان اسماعیلی که هر دو از فعالین کارگری حسن قرار بازداشت 15 روزه داده شده بود که در واقع در آستانه اول می تعدادی از این فعالین رو دستگیر کردن. بازداشت ابراهیم مددی و داوود رضوی همچنان ادامه داره و در این حال کوروش بخشنده که ما در موردش در این برنامه صحبت کردیم خوشبختانه آزاد شده، اما با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده. کوروش بخشنده ناراحتی قلبی داشت، اگر خاطرتون باشه در همین برنامه با عثمان اسماعیلی صحبت کردیم، ایشون در رابطه با وضعیت کوروش صحبت کردن و اینکه از اون بی خبر بودن. در این حال خبر دیگه ای که هست، رضا امجدی فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در 5 اردیبهشت ماه به قید وثیقه آزاد شدن. از همین برنامه صدای محمود صالحی و اسماعیلی رو شنیده بودین. این عزیزان در رابطه با وضعیت کارگران صحبت کرده بودن. ما همه ما صداشون هستیم و همچنان ادامه خواهیم داد کارزار حمایت از کارگران زندانی رو. اگر شما فعال در این زمینه هستین در رابطه با کارگران زندانی، اگر در این رابطه اطلاعات دیگه دارید حتما تلفن بزنید و من فکر میکنم مهمترین این هستش که این اخبار در سطح وسیع‌تری پخش بشه. اما یکی از دوستان رو خط تلفن داریم که یکی از همکاران کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی هستن در رابطه با وضعیت حسین رونقی که در وضعیت وخیمی هستن. قبلا از طریق همین برنامه صدای مادر و پدرشون رو شنیده بودین، اگر خاطرتون باشه ایام نوروز بود که با پدر و مادرشون مصاحبه ای داشتیم و مادرش میگفت که تنها آرزوم اینه که 5 دقیقه بتونه حسین پیشمون باشه. در این ایام وضعیت حسین رونقی از لحاظ جسمی ماه هاست در وضعیت خیلی بدی هستش، یک کلیهش رو از دست داده و رژیم از طریق محروم کردنش از امکان درمانی در واقع داره زندگیش رو از بین میبره. فریبا راد در این رابطه روی خط هستن. درود به شما، صدای من رو دارین؟
خیلی ممنون که در برنامه هستین. میدونم که شما و دوستانتون یک در واقع طوفان توییتری هم در رابطه با حسین گذاشتین. اگر یه مقدار در مورد آخرین وضعیت حسین رونقی صحبت بکنین ممنون میشم. با سلام به خانم مهدی عزیز و بینندگان، شما راجع به حسین رونقی که فعال حقوق بشر و فعال ضد فیلترینگ بودش صحبت کردید و این مقدار از راجع به اوضاعش صحبت احوال و افکارش صحبت کردید. من میخواستم بگم که حسین همونجوری که شما اشاره کردید یک کلیهش در اثر شکنجه هایی که در زندان بودش از دست داده و کلیه دو رسی و ده درصد فقط که این هم دوچار خون بوده دشون دوچار خون خورده شد. یه مقدار صداتون قطع وصل داره میشه فریبای عزیز. و به دلیل فشار خون بالایی که داره دوچار ناراحتی قلبی شده و از طرف دیگه رژیم روی پدر و مادر و خانوادش فشار گذاشته، تهدیدشون کرده که مصاحبه انجام ندن، ولی گفتن که صدامو بلندتر میکنم. یه مقدار صداتون رو اگر، چون صداتون یه ذره خوب بود ولی یه ذره قطع وصل میشه، نوسان داره. نمیدونم من چیزی، همین حالا خوب هست فکر کنم، شاید نزدیک بشیم به گوشی بهتر باشه. اوکی. بعد گفتش که توی مصاحبه اخیرش گفت مامان مادرشون گفتن که من صدامو بلندتر میکنم، آزادی پسرم نمینشینم چون که وضعیت خیلی خیلی بد داره و اگر جلوش ما الان کاری نکنیم فردا واقعا فردا دیر هستش. من از تمام جامعه بین‌المللی و بشر میخوام که صدای حسین باشم و دیگه ندارم که حسین و دیگر زندانیان که بیمار زندان اینقدر تحت فشار دارن و حسین واقعا نیاز به درمان فوری داره. نمیدونم چه کار میتونیم بخش بکنیم چون در وضعیت خیلی بخش. من نمیدونم اسم اینو که وقتی این دنیا رو از امکانات دادوی محکوم بزنن چی رو میتونیم اسمشو بذاریم؟ آیا این اسمو خانچه نیسته؟ من فکر میکنم که این از این وسیله مخانسین رو از بین ببرن. یعنی در واقع به خانواده‌ش هم هیچ گونه چیزی نگفتن؟ چون میدونم ما پدر حسین رونقی رو چند وقت پیش اینجا صحبت میکردیم، میگفت که هر کاری میکنه هیچ گونه امکان درمانی بهشون نمیدن. آیا در زندان بردنش چجوریه همین حالا؟ در کجاست حسین؟ ما آخرین خبری که داشتیم دیروز گفتم که حسین رو بردنش پزشک قانونی همراه پدرش بردنش پزشک قانونی، پزشک حکم عدم تحمل براش داده، ولی از جایی که مهم داستان دارن و بازی دشمنی از کجا چی دشمنی دارن که این حکم عدم تحمل در وقت مکان توی زندان سر میبره؟ یعنی کمان که همین عدم تحمل کیفری حکمش رو صادر کردن همچنان اجازه ندادم به هیچ عنوان؟ اجازه ندادم، نه. بعد شما میدونم یه طوفان توییتری به اصطلاح که میگیم گذاشته بودین، کلن چجوری مردم میتونن به پیوندن، چجوری میتونن اعتراض بکنن، چجوری میتونن به معنی شما گفتین که خانوادهشون رو تهدید کردن که صحبت نکنن با چه رسانه‌ای، مردم که صدای شما رو میشنون چی کار میتونن بکنن؟ من فکر میکنم با نامه نوشتن یا با همون توفان توییتری که ما داشتیم هنوز هستش، میتونیم مرتب به سازمان های دری مجدهی توییت کنیم و اونا رو در جریان آخرین وضعیت که وضعیت خیلی بدی هم حرفه قرار بدیم، واقعا این وضعیته این انجام بدیم. بله بله، خیلی ممنون فری باراد. اگه نکته ای نداری من سوالی خدمتتون ندارم. ممنون چون همیشه کمک میکنه وقتی که تعداد زندانیان سیاسی خیلی زیاد هستن. طبعا حسین رونقی رو من فکر میکنم اکثر مردم میشناسن به خاطر به یمن اطلاع رسانی هایی که شده، ولی خیلی خوبه که اومدین صحبت کردین چون یه مقدار برجستگی بیشتری پیدا میکنه. خیلی
خیلی ممنون، تشکر میکنم ازتون. بله دوستان، ولی با راد گفتن که خانواده حسین رونقی رو که عکسشو دیدین در واقع تهدید کردن که صحبت نکنن. دوباره این اولین باری نیست و همیشه این کار رو میکنن. تمام خانواده های زندانیان سیاسی رو تهدید میکنن که با هیچ رسانه‌ای صحبت نکنن. طبعا خانواده هاشون میگن حاضر نیستن. یادتون نره مادر ستار بهشتی رو که چند بار تهدید کردن، مادرای دیگر رو چند بار تهدید کردن، اما گفتن که حاضر نیستن ساکت بمونن و صحبت میکنن در رابطه با وضعیت فرزندشون. خطای تلفن طبعا باز هستش، من از روی اسکایپ هم تلفن میگیرم، حتما تلفن بزنین، همبستگی شما با این زندانیان مهم هستش. در رابطه با کارگران زندانی، همونطور که به اطلاعتون رسوندم، طبعا خوبیش اینه که تعدادی آزاد شدن، اونم دوباره به خاطر این اعتراضات. واقعا اگر این اعتراضات، اگر همین کارزارهای مختلف در سطح دنیا نبود، جمهوری اسلامی به راحتی میتونست همه رو خاموش بکنه، این زندانیان رو. یک وسیله که قرار داده محروم کردن زندانی از دارو و درمانه. محمد رضا پورشجری زندانی دیگه هستش که اون موقع که تو زندان بود بارها این که حکم به قول خودشون عدم تحمل کیفری یا هرچی اسمشو میذارن گذاشته بودن، ولی حاضر نبودن نه بهش دارو و درمان بدن و نه آزادش کنن. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایین. شب بخیر محبوب جناب عالی، خوبه؟ خیلی ممنون از شما، بفرمایین. زنده باشین خانم محبوبی. ما با این نظام موافق نیستیم، با این قتلای زنجیری که داره انجام میده. شما نگاه کنین ملت اهواز واقعا مشت محکم تو دهن این رژیم زد. بعد از ملت اهواز این ملت کرد بود که واقعا باز مشت محکمی در دهن این نظام زد. بقیه ملت ها باید یاد بگیرن از این دو ملت اهواز و ملت کرد، باید یاد بگیرن، باید مشت محکم بزنن دهن این نظام. نباید سب کنن ترکی کنه، اعدام کنه، زندان کنه، وادار کنه مردم ساکت شن، مهاجرت کنن، فرار کنن. نه، اونا باید دست بالا رو داشته باشن، اونا باید بریدن تو خیابونا. یعنی چی نظام بگیر ما رو بازداشت کنه زندان؟ یعنی چی اگر یه روز آمریکا بیاد از مردم دفاع کنه باید بازداشت بشه؟ معنی چی اگر یه کارگر داد از بقیه کارگر دفاع کنه جاش باید تو زندان انفرادی ها؟ معلوم از کدام جهنم دره ای برای این زندان ها درست کردن، زندان های مخفی اینا این کارگر ها رو ببرن زندان کنن؟ چرا؟ مگه پیروز میخوام؟ مگه ملت ایران گوسفند هم اینا باشون هر کاری که دلشون بخواد بکنن؟ ما ملت باید بزنم تو دهن این بسیجی ها، پاسدار ها و آخونده ها، اونا باید عقب نشینی کنن، نه ملت. بقیه ملت باید از ملت احواز یاد بگیرن چطوری تو خیابون بیختن، چطوری زدن تو دهن رژیم. از ملت کرد باید یاد بگیرن این روشی باید زد تو دهن این رژیم، نه این که با نمیدونم اصلاح و نمیدونم حقوق ما کم و اینا، اینا به درد نخوره. باید زد تو دهن رژیمی که تا دندان مسلحه. این روش سرنگون کردن این رژیمه. ملت اهواز به تمام ایرانی ها یاد داد، ملت کرد به تمام ایرانی ها یاد داد سرنگون کردن رژیم یعنی چی. این روششه. خیلی ممنون، خداحافظ. خیلی ممنون از شما. طبعا باید همه اعتراضات سراسری بشه و در خیلی موارد مردم طبعا با حتی با روی رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک و غیره این کارو کردن، جدا از اینکه کجای دنیا و کجای ایران هستن. اما طبعا وقتی که اعتراضی در بخشی از ایران در شهری صورت میگیره باید این سراسری بشه، قدرتش تو سراسری شدن هستش به معنی. و در اون صورته که مثل اعتراض معلمان وقتی که در یک شهری بود، در شهرهای مختلف بود، در شهرهای مختلف ایران بود، و این قدرت سراسری شدنش مشت محکمی هستش و میتونه فشار خیلی زیادی به رژیم بیاره، در این حال توجه بیشتری در سطح دنیا جلب بکنه. سرور کاردار مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی رو خط اسکایپ داریم. بفرمایید سرور کاردار، خوش اومدین. سلام خدمت شما خانم محبوبی و خدمت سلامی گرم برای شنوندگان و بینندگان
برنامه برای زندانیان، برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران. خب خط برنامه شما اعلام کردین در واقع در سه محور، ماجراهایی که در الان در کردستان در جریان هست، قتل خانم فریناز خسروی و همچنین کمپین برای کارگران زندانی و اول ماه می و گزارشاتی که بابک عزیز از این فعالیت ها در سراسر اروپا و آمریکا و آسیا ارائه دادن که گزارش بسیار متین و کاملی بود به نظر من. من فقط خواستم به نوبه خودم قتل فریناز خسروانی رو به خانوادش از همین جا تسلیت بگم و آرزوی صبر و بردباری براشون دارم. در این حال توضیحی در این مورد به خاطر اینکه نظرات مختلفی در فضای مجازی الان مطرح شده و داره پیش میره و به طبع کسای جمهوری اسلامی هم در این شرایط دارن کار خودشون رو انجام میدن و سعی میکنن که ذهنیت مردم رو مخروش کنن با زیر سوال بردن این قتل، همونطوری که ما شاهد این سیاست جمهوری اسلامی در پرونده های قتل دیگه بودیم و تازگی نداره. ولی تلاش یکی از عوامل وزارت اطلاعات برای تجاوز به فریناز خسروانی که به مرگ وی فریناز منجر شد، موضوع از خشم و اعتراض مردم نه تنها در مهابات بلکه در سراسر کردستان و همچنین در سراسر کشور برانگیخته است. این اعتراضات با هم خودشون رو به شکل اعتراضات مبنی با خشم نشون داده و در جاهای ایران مردم بسیار حساس شدن، بسیار ناراحت هستن. خب اون سرکوبی که جمهوری اسلامی نشون داد از خودش در عرض این 35 سال و همچنین نظامی کردن شهرها، از توان مردم نسبت به این که مثل کردستان بتونن و یا در نمونه مهابات خودشون رو نشون بدن، شاید هنوز هم نیاز به هماهنگی و تشکل داره و زمان داره. ولی مقامات جمهوری اسلامی طبق سنت و سیاست همیشگی تلاش کردن کشته شدن فریناز رو با سناریوهای نقل ما سربندی کنن. از یک سو گفتن فریناز سرخورده و سقوط کرده، طبیعی سقوط کرده، میخواسته فرار کنه، در واقع بهش اتهام زدن و کسی مقصر نیست. از سوی دیگر فرماندار مهابات وقتی خشم و تنفر و عمومی مردم رو فهمید و بو کشید، سراسیمه در نقش بازی دادگاه ظاهر شد و اعلام کرد که اعمال اتوریته میکنم، به دادسرای شهرستان مهابات اعلام کردیم قرار وثیقه سنگینی برای متهم صادر کنه و فرد قاطی دستگیر و با وثیقه سنگین و تا روشن شدن موضوع در بازداشتگاه نگه داده میشه. و به این شکل خواست از این ترفندهای کهنه استفاده کنه که اصلا این خشم مردم رو بتونه مهار کنه. اما در واقع سوالی که من دارم اینه که این فرد قاطی کیست، چیکار است؟ الان کاملا مشخص شده که یکی از عوامل وزارت اطلاعات بوده. این آدم چه مسئولیتی داشته؟ صاحب هتل چه نقشی در این جنایت داشته؟ همه اینها رو مردم باید بدونن. این حق مردمه که خیلی روشن شفاف این مسائل به اصطلاح به مردم گفته بشه. مردم کوچکترین اعتمادی به سیستم قضایی حکومت ندارد. خواهان آزادی عمل برای ایجاد یک کمیته حقیقت‌یاب و حضور مستقیم در بازجویی از عاملین این جنایت، گزارش دهی به جامعه، معرفی و محاکمه سریع و علنی متهمین این جنایت هستند. فرمانداری که امروز اشک تمساح می‌ریزد همان کسی که دستور تیراندازی و سرکوب مردم را صادر کرد و مستقیما دستش به خون کسانی که در تظاهرات روز 17 اردیبهشت کشته و زخمی شدن آلود است. مردم خواهان محاکمه فرماندار آتمکش مهابات و معرفی و محاکمه کلیه عاملین و عاملین جنایت در روز 17 اردیبهشت هستند. و اما جمهوری اسلامی در وحشت از شعله ور شدن خشم و اعتراض مردم، شهرهای کردستان را هم‌اکنون به شدت نظامی کرده و تقلا میکنه از حراس و دستپاچگیری سران حکومتی مشخص که مثلا در 10 سال قبل جسد شوهان قادری رو خیابون ها رو زمین میکشوندن تا مردم رو معروف کنن. اما امروز میبینن که
این دیگه این قدرت رو ندارن، این مانور رو نمیتونن بدن. دیگه مردم خیلی پیشروی کردن و در نتیجه تصمیم میگیرن که به اصطلاح دستور بازداشت مأمور خودشون رو اجرا میکنن. یعنی منظورم اینه که دوران گلدرمنشی حکومت به پایان رسیده است و این را مردم مهابات و مردم در سراسر کشور میبینن و صفوف خود را برای به زیر کشیدن این حکومت واقعا آماده میکنن. مردم به درستی کل حکومت و قوانین و دم و دستگاهی را که پشت کشته شدن فریناز میبینن که زن را از هر حقی محروم کرده و با سرکوب مردم و مقابله با تشکل‌های اونها دست مزدوران و لومپن‌های اطلاعات و اطلاعاتی و نظامی خود را برای هر تجاوز و جنایتی باز گذاشتن. ریحانه جباری یکی از اونها بود که تمام دنیا به شاهدش بود که واقعا اعدامش کردن. و اما مردم بیشتر میان میگن چرا آتیش میزنن، فلان میکنن، بیسار میکنن اموال عمومی رو. آتیش زدن هتل تارا اقدام جوانان و مردم جسور و حق طلب و مهابات علیه کل این حکومت و در این حال زهر چشم گرفتن از اصطلاح مرتجعینی بود که سعی داشتن خاک به چشم مردم بپاشونن. ما از این اصطلاح از این نوع رفتار خب طبیعتاً هیچ انسانی لزوم نداره، ولی خشم مردم اونقدر است که در واقع این آتش زدن جمهوری اسلامیه. این یه نوع سمبولی که به اصطلاح خشم مردم به این شکل خودشو نشون میده. در نتیجه ما یک بار دیگر غم از دست دادن فریناز عزیز رو تسلیت میگیم، خودمون رو در غم این عزیز شریک میدانیم، به خانواده و بستگانش صمیمانه تسلیت میگیم و مردم آزادیخواه کردستان و سراسر کشور رو به حمایت از مردم مهابات واقعا فرا میخوانیم. نگذارید این خانواده تنها باشه و آرزو داریم که با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به زودی تمامی مصائب و فجایع واقعا در کشور به پایان برسه. خیلی ممنون از شما سرور کاردار. خیلی ممنون. تشکر میکنم از بله بینندگان عزیز، طبعا واقعا هیچ کسی نمیتونه اون دردی رو که حتما خطای تلفن باز هستش، مثل همیشه من بین تلفن‌های شما صحبتمو میکنم، حتما تلفن بزنین برای آزادی زندانیان سیاسی. بفرمایید. وقتی شما بخیر خانم محبوبی، خیلی خوشحالم دوباره برنامه‌تون رو دارید. ما ازتون تشکر میکنیم از برنامه‌تون. یه مسئله که در خصوص این موضوع امروز در مورد زندانیان سیاسیه، میشم در مورد مهابات هم اشاره کرد، اون فاجعه مهابات. بله طبعا خب تعدادی در همون اعتراضات دستگیر شدن و همین حالا در زندان هستن. بله حتما بفرمایید. سردشت هم مردم به خیابون ها ریختن و در حمایت از فریناز خسروانی شعارهای ضد رژیم دادن. حدود اینطور تخمین زده میشه 80 نفر کشته و زخمی شدن در سردشت. اینه که در دیروز هم که در مهابات بود درگیری ها به حمایت از خانواده خسروانی، فرد دختر نازنین فریناز که مورد حمله مأمورین امنیتی رژیم ملاها قرار گرفتن. البته این تازگی نداره خانم محبوبی، این 36 ساله که به خواهران و برادران و مادران ما در زندان ها تجاوز میشه و تجاوز کرده. این رژیم به این ملت بزرگ، ملت مظلوم تجاوز کرده 36 سال، این تازگی نداره. در زندان ها هم ما شاهد بودیم، در کهریزت، گوهردشت، قزلحصار، اوین، بارهای بارها انسان هایی که اسیر بودن و اسارت این رژیم بودن و اونها نه به عنوان یک اسیر، به عنوان چیز دیگه نگاه میکردن. حتی ما اون زمان که در بند این رژیم بودیم مقامات بالای رژیم میامدن، مثل اون آقای آیت الله اردبیلی رئیس دیوان اداره کشور، نماینده های مجلس میامدن، وزرا میامدن از ما بازدید میکردن، افتاخت زندان ها بازدید میکردن و فشاری که در زندان بود، اون جبری که در زندان حاکم بود به تمام دنیا چیز کرده بود، خبر رسیده بود. حتی سازمان عفو بین‌المللی بارها خواسته بودن که از زندان ها بازدید کنن، آقای لاجوردی ملعون نمی داشتن، اون
گیلانی ملعون اجازه ورود این گروه ها رو نمیدادن. این بود که رژیم میدونست که آبرو که نداشتیم رژیم و میدونست اگر اجازه بده به اون گروه ها زندان ها بازدید کنن چه رسوایی در جهان خواهد شد بر علیه این رژیم. این بود که بیشترین فشارها بیشترین شکنجه ها رو ما متحمل می شدیم. دستمون بسته بود، با دستای بسته به ما تجاوز می کردن، به ما تجاوز حالا روحی جسمی به هر عناوین. این انسان های نگونبخت به هر حال تحمل می کردیم. اما مسئله ای که مهمه برای ملت، من سوال میکنم از ملت ایران تا کی ما من شاهد این نوع تجاوزها باشید؟ ببینید در اصفهان روی دخترهام و زنهام و اسید پاشیدن، گفتن ما ستاد تشکیل میدیم، ستاد درست میکنیم، رفتگی میکنیم به این امر، ولی دیدیم چه ستادی؟ آقای خامنه ای ملعون ضحاک زمان فتله رو پایین کشیدن و گفتن همیشه فتله رو پایین میکشن و میگن موضوع رو تموم کنیم، با یه فتوایی موضوع تموم میشه. نه عامله دستگیر شد نه عامله به مجازات رسید، چون اگر عوامل بیارن محاکمه کنن خودشون دقیقا. اجازه بدین این سوالتونو با بینندگان مطرح کنیم که دوستان دیگه هم بتونن بیان رو خط. همین که میگین واقعا تا کی باید شاهد اینها شد، چون اینا همش دروغه. بله، من ملت میخوام بپرسم تا کی باید شاهد این عملیات این رژیم، خیلی ممنون، اعمال این رژیم باشیم. تشکر میکنم. این ملت 36 سال داری تحمل میکنیم اینو. مردم سردرش قیام کردن، مخابات قیام کردن، احواز قیام کردن، همه جا قیام کردن، شما کجایید؟ تشکر میکنم. اجازه بدید یکی از دوستان رو خط هستش و سوال شما رو باهاش مطرح. تشکر. حتما ببخشید دوستان، حتما دوباره بیان رو خط صحبت کنیم، میخوام حرفاتون رو بشنویم. بفرمایید شما رو خط تلفن هستین، بفرمایید صدای من رو داریم. شبتون بخیر. شبتون بخیر. از برنامه بسیار خوبتون. خیلی ممنون، تشکر میکنم. بفرمایید. من میخوام بگم که برای آزادی کارگر زندانی به راه ازادی لازم خواهش میکنم که تلاششون رو از بین ببرید. رحمان بعید دچار سکلز فرزندش ایمان دچار هموفیلی سرطان و تحصیل افلانه 5 سال خود بهرام با شدیدترین تدریبات و شکنجه ها در زندان به سمی داره و حکم اولیت نیست که 5 سال بوده و به راحت هم بوده تمام شده. همچون ترسش جنگه روانی در مرد دارانگاه هم بتانی داره و بدون ملاقات ما میدونیم که اگر بردن یک نفر به درد دارانگاه شکنجه روانیه و برای تنبیه زندانی اعمال میشه، بنابراین خود حکومت اعتراف میکنه و اعلام میکنه که میلیون ها نفر مردم ایران سالها تحت این شکنجه روانی قرار دارن. به رام اعدامی زدن هر چه سریعتر باید آزاد بشه. اگر ما متحد باشیم حداقل در این مورد میتونیم در سراسر جهان اعتراضات گسترده ای را در مقابل سفارتخانههای رژیم و کشورهای مطبوعه انجام بدهیم که زمین رو زیر پای جمهوری اسلامی داغ کنیم. یک خبر بعد این که در شرق تهران رودهن پشت جال سهرا یک کارگر ساختمانی افغانستانی از طبقان حزب ما در تاریخ 14 همین ماه از روی داربست طبقه 5 ساختمان سقوط کرد که باعث شکستگی گردن و اعضای بیشترشان متعدی بود. شاید بکنن ما یه شهر اعضای خانه کارگر جمهوری اسلامی بشه که شعارهای راستی و از شعارهای راستی دست کشن و کارگران رو به یک چشم جا کنن. خیلی ممنون، تشکر میکنم. خیلی ممنون دوست عزیز. طبعا کمپین حمایت از بهنام ابراهیم‌زاده همچنان ادامه داره. کمپین بهنام را آزاد بکنید و در اول ماه امسال نیز در همه کشورها عکس اون بود، صحبت در مورد وضعیتش و حمایت از بهنام ابراهیم‌زاده. طبعا بهنام ابراهیم‌زاده رو به عنوان یک نمونه ما در سطح دنیا داریم به آدم‌ها نشون میدیم که
ده ها صد ها کارگر زندانی در زندان هستند. حتما خیلی خوشحال میشم که تلفن بزنید، نکات خیلی خوبی گفته میشه، سوالاتی میشه در طول برنامه که تا کی باید منتظر شد. یکی از دوستان گفت آیا اصلا این اعتراضات کافی هستش؟ بفرمایید. برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. الو بفرمایید، صداتون رو دارم. درود بر شما خانم محبوبی. درود بر شما. درود بر شما. ما برای زندانیان سیاسی، خودم چون زندانی سیاسی بودم، خیلی تلاش میکنیم. یک دو، من از سقط صحبت میکنم با شما. بعد ازم بودون شما که در مهاباد خیلی بس خرابه، جنگ مسلحانه بین این دجالان خونخوار که شما میدونید و مردم محروم این مملکت. شما گفتین اجازه بدین، شما گفتین از سقز زنگ میزنیم و فکر میکنم اونجا اعتراضاتی در رابطه با این مسئله فریناس شده بود. تو مهاباد هستم. بله، خیلی ممنون از تماستون. دارم به شما خبر میدم. تشکر میکنم. دیشب به کیوان گفتم بین رژیم این خونخوار و مردم آزاده مهاباد و سقز و کردستان یه جنگ شدیدی شده که من از این میترسم. بنوان یه بازمانده سازمان های گذشته شاه، من میدونی کیم؟ من رفیق امیر سربایی هم که در بند 204 با هم زندان بودیم سال 54. خیلی ممنون از تماستون عزیز. خیلی ممنون. میتونم یه دقیقه قطع کنید تا من بگم؟ یه دقیقه قطع کنید، یه دقیقه حتما، یا نیم دقیقه. اوکی. حتما بفرمایید، فقط چون دوستان پشت خط هستن به این دلیل. من اگه بخواد دو مرتبه زنگ بزنم. میتونید دو مرتبه زنگ بزنید. من صدای خلق بودم، نه فرقون نگذار جفی، اون جفهی که اجازه بدین دوست عزیز، با کمال احترام ولی چون این برنامه کمتر از یک ساعت وقتمون مونده، اگه اجازه بدین، شما لطف کردین خبرایی رو از اونجا دادین و زندانی سیاسی چرا؟ ولی خب اینکه به چه سازمانی تعلق دارین، چون دوستان زیاد سیاسی بودم، منم زندانی سیاسی بودم، نه اون کسی فرورنگردان علی کشکر فلان. من یه زندانی سیاسی، یه دونه باقی مونده تو تهران، اونم منم که خیلی دارم کار میکنم، فعالیت میکنم، یه پزشکم هستم، از کار و زندگیم گذاشتم که به این مردم خدمت کنم. خیلی ممنون هستم، ولی دوباره میتونین تماس بگیرین و خوشحال میشیم از تجربه خودتون. ولی به من زنگ نزد. حتما بهشون پیغامتون رو میرسونم. خیلی ممنون از تماستون دوست عزیز. با پوزش، چون دوستان دیگه رو خط هستن، خیلی از ایران زنگ میزنن، بارها مجبورن قطع بکنن به این دلیله و طبعا حتما، یعنی این تریبون شماست، حتما میتونید در مورد وضعیت زندان صحبت بکنیم. بفرمایید، شما رو خط تلفن هستیم. درود بگم شما خانم محبوبی. چیزی که میخوام بگم طبعا مهم هستش. ما کمتر از در واقع یه ساعت 50 دقیقه وقت از برنامه مونده. موضوعات برنامه رو من مجدداً خدمتتون میگم در رابطه با قتل فریناز خسروانی که در واقع به خاطر اینکه یه مامور اطلاعاتی میخواست بهش تجاوز کنه از طبقه چهارم خودش رو پرتاب کرد و اعتراضاتی که در رابطه با اون در شهرهای مختلف صورت گرفته، دست تعداد زیادی دستگیر شدن در این رابطه. بفرمایید، شما رو خط تلفن هستیم. خانم شیوا محبوبی عزیز، من معذرت میخوام دوباره موضوعم تو شما یادتون باشه، من دفعه اولم زنگ زدم، بعد زنگ من مثل که یک آقایی به من یک فوشی دارم، حالا مهم نیست، نه هرچی میگن بگن، برای من مهم نیست. منظور من از این بود اگر یادتون باشه، یعنی مردم بیان
در خیابان های سوسو کنن که تظاهرات کنن بعد باز برگردن خونهشون فایده نداره. الان ما اگر 5 میلیون نفر در خیابان ها بریزن مسلح باشن وقت رژیم میترس و سرنگون همشون میشن و همشون میگن واو با یه چهار نفر شاید تعدادشون به 1000 نفر هم نمیرسی این خیابان ها رسیدن. من از شما خواهش میکنم یا تظاهرات نکنید، این پیام من به مردم هست، یا تظاهرات میکنید در خیابان ها بمونید تا این منجر به قیام ملی میشه، تا موقعی هم که رژیم سرنگون نشده به خونه هاتون برنگرد. ممنون از شما، مرسی. خیلی ممنون، تشکر میکنم. و طبعا همینطور در رابطه با برگزاری روز کارگر و اینکه از اینکه به معنی از کارگران زندانی دفاع کردن، دوستمون اومد تاکید کرد رو وضعیت کارگران زندانی روی بهنام ابراهیم زاده که اون کارزار بهنام را آزاد کنین همچنان ادامه داره و حمایت وسیع شما رو میخواد. همینطور در رابطه با اعتراض معلمان که اگه خبر داشته باشین و مطمئنن دارین که اعتراضات وسیع صورت گرفته، دوستان اومدن یکی دو نفر در رابطهش صحبت کردن. و همینطور روز جهانی زندانیان سیاسی، من یه خبری دارم، عکس رسول بداغی رو صفحه تلویزیون میبینیم. رسول بداغی یکی از معلمان زندانی هستش که اتفاقا هرگز سکوت نکرده، به هیچ عنوان سکوت نکرده، چه در خارج از زندان چه در داخل از زندان، و کما اینکه فشار زیادی روش بوده اما همچنان در رابطه با وضعیت زندان در داخل زندان صحبت کرده. یه خبر جدیدی بود در رابطهش و اینکه گفته شده بود همسر و فرزند بزرگ رسول بداغی به دادسرای اوین احضار شدن. گفته شده که خانواده‌اش گفتن که رسول بداغی تحت بازجویی هستش، تحت فشار هستش، و روز شنبه 19 اردیبهشت ماه همسر و فرزند بزرگش رو تحت بازجویی قرار دادن. در واقع رسول بداغی به 6 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محروم شده بود که در مدت حتی دورانی که در زندان بوده به هیچ عنوان مرخصی نداشته، وضعیت جسمی خوبی نداره، از حتی درمان هم محروم بوده. رسول بداغی بارها ما نامش رو از اینجا خوندیم، صحبت کردیم در موردش، و در حال حاضر هم به صورت تنبیهی ابتدا به بند 4 زندان گوهردشت کرج برده بودن و بند 209 زندان اوین و زندان گوهردشت کرج و سپس به زندان رجای شهر منتقل شده. و واقعا تعداد این زندانیان اینقدر زیاد هستن که نمیشه از همه زندانیان نام برد، ولی در این حال ما تلاشی که داریم میکنیم اینه که هیچ زندانی بینامونشان نمونه. به یه معنی وقتی ما در مورد رسول بداغی صحبت میکنیم، در واقع در مورد معلمان زندانی حرف میزنیم که شاید حتی اسمش رو اینجا کسی نبرده، شاید خانواده‌اش هرگز در موردش در رسانه ها صحبت نکردن. اما دوستان، با تشکر از دوستانی که تماس میگیرن، حتی وقتی در یک اعتراضی میبینن که چند نفر دستگیر میشن، سریعا اسامی این دستگیر شدگان رو برای ما میفرستن و این امکان رو میده که بتونیم در سطح وسیع دست به عکس العمل نشون بدیم. چیزی که میخواستم بگم اینه که طبعا وقتی شما نگاه کنین، اعتراضاتی که در رابطه با فریناز صورت گرفته بود، اعتراضاتی که در رابطه با معلمان صورت گرفته بود، کارگران زندانی، تمام این اعتراضات رو نگاه کنین، واقعا حجم وسیعی از صدای مردم رو میشنوین که این صدا به بیرون از ایران منتقل شده، همیشه شده، و مردم در خارج از ایران کارزارهای مختلفی تشکیل دادن و در رابطه با اعدام‌ها، در رابطه با شکنجه زندان و اعتراضاتی که در این هستش حمایت میکنن. مسئله اعداما رو ما دفعه قبل صحبت کردیم، حجم اعدامایی که صورت گرفته و سکوتی که رسانه‌های بین‌المللی و مجامع بین‌المللی در این رابطه دارن انجام میدن و صحبتی نمیکنن. طبعا همه اینا رو میشه در یک مجموعه دید. هر کدوم از این اعتراضات صورت گرفته، جمهوری اسلامی دست به دستگیری زده، شکنجه، اعدام زندانی زده، به خانواده هاشون فشار آورده. برای مثال یکی از اون زندانیا رویا صابری نجات هستش که مقیم ایران و انگلستان هستش، 20 سال حکم بهش داده بودن به خاطر اینکه روی فیسبوک بر علیه رژیم نوشته بود،
به قولی گفته شده که به 7 سال حکمش تخفیف پیدا کرده، او و 7 نفر دیگه که در به خاطر فعالیت‌های سایبری دستگیر شدن. بفرمایید شما. خانم محبوبی، خدمت خواستم بگم من امیدوارم این زندانی‌های سیاسی که سال‌ها تو این 10 ماه‌ها و این 30 سال‌ها و کجاست اصلا معلوم نیست کجاست و اینا، عمرشون و سنشون و جوونیشون رو گذاشتن آزاد بشن و ما کاری نمیتونیم براشون انجام بدیم، مگر شما بتونید از طریق این رسانه هاشون بتونید اینا رو وادار کنید که اینا رو آزاد بکنن. و شما فکر میکنین چه کاری شما میتونین انجام بدین براشون در ایران؟ تا حال چه کارهایی صورت گرفت؟ ما ایران زندانی هستیم، والا چجوری بهتون بگم، الان بچه هامون زندانی هستن، الان نه هیچی نداریم، ما مثل کشور مستعمره، مثل سیاه‌پوستاییم تو ایران، تو تهران هر بلایی سرمون دارن میارن، هیچی هم صداش در نمیاد، نمیدونم حالا که ایشالله مردم بریزن بیرون یه حموم خونی از اینا درست بکنن که ما از دست اینا راحت بشیم. فقط من به امید اون روزم که ببینید مردم بیرون حموم خون را بدازن اینا رو، یعنی جوری کاری باشیم بکنن که همون رو خون را بیفته تو ایران، ایشالله که اینجوری بشه. برشم یه چیزی میخواستم بگم، انقدر این دولت دیگه بیشرمی پستی و از حد گذرونده، امروز تو مدرسانه های بوغاشون اعلام کردن که این 118 بود، اگه خاطرتون باشه اون موقع تو ایران بودی 118 مال چیز بود دیگه، مثلا اطلاعات عمومی بود، هیچ شماره خاصی بهت میدادن، 118 هم دیگه ازشون پولی کردن دیگه، من پول، یعنی هر کی تماس بگیره با 118 و پول بگیره، این همه ثروت دارن بازم دارن مردم میچاپن، ببین چقدر اینا نامرد پس گذاشتن. خیلی ممنون، تشکر میکنم ازتون، من وقتتون رو نمیگیرم، فقط میخواستم این رو بگم که این که میگین کاری نمیشه کرد، کاری میشه کرد، مردم کارهای انجام دادن، همینطور که حالا دوستان اومدن گفتن در شهرهای مختلف ایران مردم دست به اعتراض زدن، وقتی که نگاه میکنین یه نفر رو دستگیر میکنن. برای مثال براتون بگم، نرگس محمدی یه روزنامه نگار هستش، احتمالاً اسمش رو شنیدین، اون موقع هم که از اتحادیه اروپا به ایران رفتن 2 نفرشون با ایشون ملاقات کردن که بعد از اون خود اون شد مسئله‌ای که جمهوری اسلامی نمیخواست آزادشون کنه که بعد مجبور شد آزادش کنن و اخیراً مجدداً دستگیرشون کردن، در واقع روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت دستگیرشون کردن، در حالی بود که مادر ستاره بهشتی اونجا بود، احتمالاً عکساش رو دیدین رو میدیای اجتماعی، و پس از اون 250 نفر از فعالین حقوق بشر نامه نوشتن، خواستار آزادی شدن، از طرفی در واقع یک اعتراضی صورت دادن تعدادی از دوستانش در مقابل زندان به صورت تحسن مانند و خواستار آزادی شدن. در شهرهای مختلف دیگه مثلا شما وقتی نگاه بکنین، وقتی چند نفر رو دستگیر میکنن تجمعات در مقابل زندان ها هست، در خود همین تظاهرات ها بارها بوده که مردم مانع شدن که کسانی رو که معترض هستن دستگیر بکنن، صحبت کردن رو به دنیا، در واقع این خانواده‌هایی که همین اعتراضی که فرض کنیم برای نرگس محمدی هست که متاسفانه ما نتونستیم ارتباطمون با خانواده‌اش وصل بشه، امیدواریم بتونیم باشون صحبت کنیم و دقیق‌تر مستقیماً بتونیم صداشون رو بشنوین. اما در این حال همین اعتراضی که هست، همین در واقع تحسن، اعتراضاتی که صورت میگیره در حمایت از یک زندانی سیاسی، خود اون اعتراضه. وقتی که میگین نمیدونیم چی کار بکنیم، همین حالا مردم دارن همون کارو میکنن. ببینین اگر فریناز خسروانی از اونجا خودش رو پرتاب میکرد و هیچ کسی اعتراض نمیکرد، خب این مردم عکس العمل نشون دادن. وقتی میگین نمیدونیم چی کار بکنیم، به نظر من مردم میدونن چی کار بکنن. وقتی ریحانه جباری رو پروندهش رو اومد و علنیش کردن خودشون، اعتراضات در سطح دنیا صورت گرفت، یعنی یه جورایی که وضعیت ریحانه جباری دریچه‌ای شد که از طریق اون محرومیت زنان رو ببینین. وقتی که شما نگاه میکنین در رابطه با فرزاد کمانگر رو که اگه خاطرتون باشه اعدام کردن، مجددا اعتراضات شد صورت گرفت، خانواده های زندانیان
در خوزستان دست به اعتراض زدن، تجمع زدن. نه تنها اون، خانواده کسانی که از همین برنامه شما صدای خانواده هایی رو شنیدین که بچه هاشون به جرم مواد مخدر دستگیر شده بودن و اعدام شدن، تعدادشون متاسفانه، تجمعشون، اینکه مقابل زندان بودن، می اومدن تو رسانه ها صحبت میکردن، این کارا رو میشه کرد؟ اعتراض تناچ وقتی که میگین نمیشه کاری کرد، به نظر من این عملا میکنن. مردم منتظر این نیستن، منتظر هیچ فرمولی نیستن، اعتراض دارن میکنن، تلاش دارن میکنن. از اون جنبه هم شما نگاه کنین، وقتی میگین زندانی سیاسی که تو همون زندانای وحشتناکی که میگین، مخوفی که میگین و همه اینا، همون زندانی داره اعتراض میکنه. رسول بداغی رو همین حالا من خبرشو خدمتتون گفتم، دست از اعتراض بر نمیداره. بهنام ابراهیم زاده دست از اعتراض بر نمیداره. ببینین همین حالا یه خبری که اتفاقا عکسش رو هم رو صفحه تلویزیون نگاه میکنین، خیلی جالبه. شما نگاه کنین وضعیت زندان ها رو. خبر این بوده که شعار مرگ بر دیکتاتور، زنده باد آزادی، در بند 12 زندان گوهردشت کرج تنین افکن بود که روز 19 اردیبهشت ماه، در واقع دیروز، تعدادی از زندانیان سیاسی بند 12 در اعتراض به نصب دستگاه های پارازیت سرطانزا و همچنین در اعتراض به تداوم فشار و شکنجه در اقدامی خودجوش شعار مرگ بر دیکتاتور، زنده باد آزادی و مرگ بر حکومت اعدام رو سر دادن. شما اگه این به این نمیگین اعتراض، اعتراض چیه؟ برای من توضیح بدین، تلفن بزنین برای من توضیح بدین اعتراض چی از نظر شما. تو زندان حکومتی که واقعا وحشی‌ترین حکومت دنیاست از نظر من و روی هیتلر رو سفید کرده، وقتی که تو اون زندان زندانیش میاد، تو زندانی که مشهوره به این که زندانی رو چقدر اذیت میکنن، داره میگه که مرگ بر دیکتاتور، زنده باد آزادی، مرگ بر حکومت اعدام. زندانی که میدونه زیر دست مأمورین رژیمه، میدونه شکنجه خواهد شد، میدونه تنبیه خواهد شد. بفرمایید شما رو خط تلفن هستین. درود بر شما خانم شیوا محبوبی، فراد هستم. درود بر شما فرهاد عزیز، بفرمایید. قربان شما خانم مرغوبی، اول می‌خوام یه انتقادی بکنم. این که من چند بار زنگ زدم بوق آزاد خورد، بس می‌شدم به پیغامگیر، مثل که پیش کسی میشه تلفن نبود، خدا پنج دفعه راه شدم به پیغامگیر. بگذارید خانم مرغوبی، من با نفر قبلی که تماس گرفت گفت ما اینجا نمی‌تونیم کاری کنیم برای زندانیان سیاسی، دوست داری که همیشه همیت صحبت می‌کنم، من موافق نیستم با این حرفش. ما باید به حمایت کنیم از زندانیان سیاسی، ما باید تجمع کنیم جلو زندان ها، ما باید از خانواده‌هاشون حمایت کنیم، نداریم تنها بمونن، چون اونا صدای انسانیت هستن، اونا صدای حقوق پایمال شده من و تو هموطن هستن. اگر من تو خونه نشستیم و حرفی نزدیم، اونا رفتن فریاد ما شدن، پس ما نباید بذاریم اینا حال خودشون رها بشن به هر بلایی که میخوان سر اینا بیارن. این یه مورد. مورد دیگه که میخواستم بگم در مورد این بود که ما خیلی جالبه واقعا، یعنی اگه بشه فکر کنید خندتون میگیره، تو شهرامون میشنیم که آقا میدان آزادی، تو همین تهران میدان آزادی، از کدوم آزادی این اسمو برداشت گذاشت روی این میدان؟ این میدان آزادی ندارن ها باید اسمشو بذارن میدان استبداد، میدان زورگویی، میدان زندانی های سیاسی یا ورزشگاه آزادی، مثلا ورزشگاهی که اسمش آزادیه ولی یه دختر حق نداره پاشو بذاره اونجا، باید اسمش رو بذاریم ورزشگاه سرزار نفری مردان متعصب قرق در جاهلیت. مسخره بازی، یعنی شما چی رو دارید گول میزنید با این اسم ها پسنده که میشه توی استادیوم ها ورزشگاه ها؟ آقا من میخوام بدونم خود این رهبران، همین آقای خامنه‌ای و بقیه، شما خودتون تو زندان نبودید زمانشا؟ زندانی سیاسی نبودید؟ زندانی نکشیدید؟ خانوادهاتون چی کشیدن اون موقع؟ چجور دلتون میاد الان همین کارو با یه دیگه انجام بدید؟ خودتون این کار، خودتون میگفتید اون شعار فلان فلان شده استبداد داشت فلان بود، ولی الان خودتون دارید همین کار رو میکنید. آخه شما نمیدونم وجدان ندارید، یه ذره انسانیت ندارید؟ بعد الان برداشتن به این فریناز دکتر مردمی که کشته شده، آقای منتظر مهدی معاون سیاسی، معاون اجتماعی ناجا آمده گفته که ایشون مثل اینکه رابطه داشته با این آقایی که قصد تجاوزش داشته و مسئولینه، نمیدونم اون هتل مثل که خبردار بودن، میخواستن خبر بدن به خانواده هاش که خودشو پرت کرده پایین. این یکی از این سه حالاتی که براش به حساب پیدا کردن، باز اومدن پرونده سازی کردن. خانم
محبوبی، میخوام مردم آگاه باشن، میخوام پرونده این بدبخت بیگناه که رفت جوونیش از دست داده رو میخوام مثل ریحان جباری بگم ایشون هم با اون کسی که ریحان جباری به درد فاصلش کرد بگم رابطه داشته. مردم بیدار باشید، خواهشم بیاید کمک کنید به زندانی های سیاسی، به خانواده هاشون. و یه مسئله دیگه که میخواستم به شما بگم خانم محبوبی، میخوام از همه زندانی های سیاسی صحبت کنید، فرقی نکنه براتون کی جبهه دوم خردادیه، نمیدونم کی طرفدار نظام سلطنتی یا کی طرف. مثلا الان شما دوست دارم از خانم نرگس محمدی نمیدونم اطلاعی دارید؟ همین حالا در موردش صحبت کردم، همین حالا قبل از تلفن شما. من از قصده برنامه رسیدم، پس ببخشید مدرد من مخواستم اطلاع بگم این دارسه بجردی هستم، پس شما اگه سوال ندارید من خداحافظی میکنم. خیلی ممنون از شما دوست عزیز برای نکات خوبتون. ما از همه زندانیان سیاسی، فرق نمیکنه، هیچ کسی نباید زندانی باشه. برای ما زندانی سیاسی طبقه بندی نداره. ما فقط از زندانی دفاع نمی کنیم که هم فکر خودمون باشه، از هر کسی که در زندان هستش از آزادش دفاع می کنیم. بفرمایید شما رو خط تلفن هستین. سلام محبوب، درود میگم، ما آباد زنی دارم. درود میفرستم، بفرمایید آخرین خبر چه خبر اونجا؟ آخرین خبر بله، طبعا من پوزش میخوام که گفتین که پشت خط بودین دوست عزیز، همونطور که ملاحظه میکنین اطلاعاتی و رژیم پول مردم رو میدزده، صرف این میکنه که خطا رو اشغال کنه و جاسوس بذاره و یه دلات و لومپن رو بذاره پای تلویزیون، که به همیشه میگی ما بیدی نیستیم که از این بادا بلرزیم. پس وقتی تماس میگیرین مجددن تماس بگیرین که صداتون رو بشنوین، مهمتر از همه رژیم صداتون رو بشنوه و صدای همبستگیتون رو با زندانیان سیاسی بشنوه. مهم هستش. ببینین همین حالا من میخواستم حتما اسم این جانیان رو بگم، مرتضی هاشمی وند، شخص اطلاعاتی هستش که میخواسته به فریناز تجاوز کنه و مدیر هتل اسمش نادر مولودی هستش. بفرمایین شما رو خط تلفن هستیم. خسته نباشه کار. خیلی ممنون، بفرمایین. ما خواستم یک خبر جدید که تو بود خانم مولودی الان آخوندا گذاشتن به حساب یه قبرا دارن میتوشن، قبرای مال امامزاده، مال این از مطبال آجیار، اینا یه مردم مال 70 سال، 100 سال، 150 سال پیش، این بیورزان ها یه دست با همه چی دارن میزنن. یه قبرا آن دور خبر ایستان گفت که 25 میلیون تومان هر کس بخواد بیاد از مال بابا بزرگش که 300 سال، 200 سال پیش فوت کرده به حساب از اومده نهودی بیاره سب بخره، از اومده نهودی 25 میلیون، از کنم حضور جنابالی 30 میلیون، 40 میلیون، از اونجا تا شا امام رضا مشهد، از اومده نهودی نمیزنم شاه چرا، خداوند نابودشو کنه، خداوند لعنت کنه این آخونده، خداوند اینه را سرنگون کنه. ما باید اعتراض بکنیم تا وقت سرنگونی این آخونده های شفاولگر دل از خدا بی خبر، همه دوزن، همه حتم دوزن خواهد. متشکر هستم از ستون. خداوند لعنتشو کنه. اینجا هم دست به اعتراض میزنن هر روز با این مامورای وحشی، با این مامورای شفاولگر، این مامورای دوز سرکردنه آوردن وسط شهر، مزاحم نمیشن. خدا. مرسی، خیلی ممنون از تماستون. بله حتما هر بار تماس میگیرین مرتبا تماس، این رو بدونین که وقتی میره رو پیغامگیر و یا بوق آزاد یا هر چی میزنه، این یعنی خطای اشغال هستش و مجددا تماس بگیرین. یک سری از دوستان از طریق اسکایپ تماس میگیرن، اما شما عزیزانی که از طریق تلفن تماس بگیرین حتما تماس بگیرین. مهمه که صداتون رو داشته باشین. راستشو بخوای من همیشه گفتم این تنها برنامه‌ایه که توی تلویزیون وجود داره که 2 ساعت رو در ماه، 2 بار در ماه در اختیار صرفاً زندانیان سیاسی میذاره. کاملا ما در مورد همه زندانیان سیاسی صحبت میکنیم. به نظر من مهمه که حتی کسانی رو که شما فرض کنین اگر در مهاباد، سردشت، جاهای دیگه دستگیر کردن و خبر دارین اینها کی هستن، حتی اگه نمیخواین از طریق تلویزیون بیایم بگیم، برامون ارسال کنین. ایمیل من رو پای صفحه تلویزیون میبینین و همینطور فیسبوک کمیته زندانیان سیاسی رو میتونین برامون ارسال بکنین. فقط از این طریق میتونیم با اطلاعات بیشتری که داریم فشار بیاریم. من فقط نکته‌ای که دارم، بارها در برنامه‌های مسئله مطرح شده، چرا مردم نمیان؟ همه اینا درسته. اولا شما خودتون یکی از اون مردم هستین، رو فراموش نکنین.
من اولین سوال رو برمیگردونم به شما، شما خودتون چی کار میخواییم بکنین؟ خیلی بی‌تعارف چی کار میخواییم بکنین؟ واقعیت و در نتیجه در این حال من میگم مبارزه‌ای رو که وجود داره لطفاً ببینین. من همین الان یه مثال براتون آوردم، حتما تلفن بزنین. صحبت‌های منو همیشه میتونین قطع بکنین، من دوباره ادامه خواهم داد. تلفن‌های شما برام مهم هستش. چیزی که میخوام بگم، من نمونه زندان گوهردشت کرج رو براتون آوردم. ببینین، زندانیان به اعتراض به نصب دستگاه‌های پارازیت که سرطانزا هستش، تعداد زیادی از زندانیان، ده‌ها زندانی دچار بیماری‌های مختلف شده، دست به اعتراض زدن. بفرمایید شما رو خط تلفن هستیم. خیلی ممنون. بگم شما نوشتین برای حمایت از زندانیان سیاسی. ایران 80% الان زندان سیاسی دیگه، همشون زندان دارن زندگی میکنه. ایران کدوم آزادیه که تنها از بیان بگیم از زندان؟ والا همون زندان هم که آزادتر از این که بیرون هستن، خیلی آزادترن. اینو همه ایرانیان هم کلام بش میکنن، دقیقا شاید من تعریف کنن. و الان ایران 85% به قول گفتن زندان هم. زندان سیاسی هم. زندان آخونده دزدان، آخونده های پیشون، آخونده هایی چی ندارن. و خودم آزادی تا کشی میخواد بیاد حمایت بکنین 80% ایرانی رو از زندان آزاد بکنه؟ خانم شما مردم دنیا، مردم دنیا خود تاله خودم اینا حمایت کردن از ایران کجا؟ اینا یه چند مدتی که حمایت کدوم حمایت از این بندگان خدا؟ اینو کدوم که همون شما داره راست میگید، خودمون چجوری، با چه طریقه، با چه اسلحه، با چه قانونه، با کدوم کد؟ اینا حرف خوششون نداره، اینا حرف حالشون نیست، اینا فقط حرف خودشون میزنن. اینا فقط گفتن آقای روحانی میاد یه روز کلوب میاره، اون یه چیزی نمیدونم امروپاس میاره، اون یکی نمیدونم آچار فرانسه میاره که انشالله همه اینا رو واقع کنه به این مورد مشکلات مردم باز بشه. خانم خودم خیلی ببخشید که وقتتون گرفتم، خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما. خدا کنه یه راه باز بشه، همه از مشکلات بیان بیرون. 85% ایران الان زندان سیاسی هست. خیلی ممنون از شما. خدا نمیتونه کمک کنه. من فکر میکنم انقلاب مردم میتونه این کارو بکنه. من منظورم اینه وقتی که شما مرتب میان صحبت میکنین، اون اعتراض رو، اون حجم اعتراض رو ببینین لطفاً. این مهمه. اون موقع ضرورت حمایت از اون رو به خیابون اومدن خیلی بیشتر میشه. بفرمایید شما رو خط تلفن هستین. من چیزی که میخوام بگم، واقعا این نیم ساعت به برنامه‌مون مونده، 25 دقیقه، حتما تلفن بزنین اگر نمیتونین، مجددا زنگ بزنین. مهمه که صدای شما رو داشته باشن. همینجوری نگاه کنین ببینین حتی این اراذل و اوباش جمهوری اسلامی سعی میکنن خطا رو اشغال کنن، چون براشون مهمه، چون نمیخوان صدای زندانی سیاسی شنیده بشه، چون نمیخوان. چرا؟ خونواده هاشون رو در واقع تهدید میکنن که صحبت نکنن. ببین وقتی که میگیم اگر اعتراضی وجود نداشت، لازم نبود سرکوبی بشه، لازم نبود سرکوب، لازم نبود زندانی باشه. شما وقتی حجم زندانیان سیاسی رو میبینین، نگاه میکنین که چقدر اعتراض تو اون جامعه وجود داره. من همین الان وقتی در رابطه با زندان گوهردشت صحبت میکردم، ببینین وقتی که اعتراض میشه، میگن که شما حق ندارین پارازیت وصف بکنین. این داره یه چیزی رو میگه. خیلی از شماها که تو زندان بودین، این رو دیدین تو زندان، تجربه کردین. اینجوری نیست زندانی که تو زندان میره بگه که هر بلای سرم در میارین، من هیچی نمیگم. هنوز صحبتشو میکنه، درسته هنوز شکنجهش میکنن، هنوز تنبیهش میکنن، تبعیدش میکنن، به خونوادش فشار میارن. مثل رسول بداغی زن و بچه‌ش هم مورد بازجویی قرار میدن. تو خیلی موارد خونوادهشون رو دستگیر میکنن، تو مورد بهنام ابراهیم زاده داشتیم و خیلی موارد دیگه. اما در این حال مسئله ای که هستش، همیشه داره فریاد میزنه و این یعنی اعتراض. به خاطر همینه من میگم عزیزان، وقتی که میگین چی کار میشه کرد، ما نمیتونیم کاری بکنیم، این کار داره میشه،
این کار داره میشه، این اعتراض وجود داره. همین دو هفته پیش رو نگاه بندازین، اعتراض معلمان، هفته های قبل رو نگاه بندازین، اعتراض پرستاران، اعتصاباتی که وجود داره تو مراکز کارگری، همین اعتراض به مسئله فریناز. یادتون باشه که توی شهر مریوان اگر خاطرتون باشه، فکر میکنم پارسال بود که برای اینکه دیگه مرد رو تنبیه کنن لباس زنانه پوشیدن، چی شد؟ مردم همه به خیابون ریختن، تمام میدیا اجتماعی پر شده بود، همه مردا لباس پوشیده بودن، لباس زنانه گفته بودن که توهین بزن ممنوع. خب اینا رو باید ببینیم. من وقتی که این اعتراضات رو میبینم، اون موقع سواله رو برمیگردونم به خودتون، میگم شما چیکار کردین، شما چیکار میخواین بکنین، شما چگونه میتونین به این اعتراض بپیوندین. اگر مادر ستار بهشتی فرزندش رو از دست داده، وقتی که میاد دفاع میکنه از نرگس محمدی، میگه حق نداریم ببرینش زندانیش کنه، وقتی که میگه من حاضر نیستم سکوت کنم، وقتی خانواده حسین رونقی میگن حاضر نیستم سکوت کنم، خب من سوالم از شما اینه، شما چیکار میکنین، چه جوری حمایت میکنین؟ به قول شما جمهوری اسلامی که نمیتونه 80,000 نفر رو از زندان بزرگ ببره زندان کوچیک بذاره، نمیتونه این کارو بکنه. به هر حال حدود 20 دقیقه از برنامه‌مون مونده، حتما تلفن بزنین. همونطور که گفتم، من ما بین صحبت‌های شما اخبار و غیره رو میگم، ولی چیزی که هستش به نظر من سوال کلیدی که همیشه شما داری میکنین، باشه این اخبار جای خودش تمام این اعتراضات هست، چه جوری میشه وسعتش داد؟ و من این سوال از شما میکنم، به نظر من مردم تو ایران مکانیزمشو میدونن، دارن انجام میدن، دارن اعتراض میکنن. بعضی ها میگن که هتل نباید فلان آتیش میزنن، نباید این کار رو میکردن. مردم میدونن دارن چی کار میکنن، مردم میدونن چرا این کار رو میکنن، ممکنه حتما راه بهتری پیدا میکردن. در تمام کشورهای دنیا شما نگاه کنین، وقتی که مردم اعتراض میکنن، جاهای سمبولیک و جاهایی که اون اتفاق توش به وجود اومده رو مورد حمله قرار میدن. و به همین دلیل سوال بینندگان از شما، تلفن بزنین، نظرتون رو بگین. این سوال از شما که وقتی که میگفتن خب چرا کاری نمی کنین، من ولی با این حتی موافق نیستم. خیلی وقتا بعضی از شما از آن میان میگین که خب مردم این حقشونه، مردم فرهنگشون اینه، مردم این هستش، ولی من میگم یه ذره برعکسش کنین. شما وقتی که اعتراض مردم بمونین، به رسمیتش میشناسین. وقتی که به رسمیتش نشناسین، این هیچ به نفع جنبش مردم نیست. به نظر من جنبش مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی نیست به هیچ عنوان. به همین دلیل عزیزانی که خودتون زندانی سیاسی بودین، من واقعا پوزش میخوام. من بعضیتون وقتی میایین اینجا صحبت میکنین، میگین من زندانی بودم، من از ته قلبم میفهمم چی میگین، من میدونم چه دردی داره، من میدونم که دوست دارین ساعت ها در مورد زندانتون صحبت کنین، منم همدرد شما، میدونم این رو، و گاهی وقتا مجبورم صحبتتون رو کوتاه کنیم، ولی من میگم این درد و زجرتون رو کجا میتونین ببرین، چی کار میخوام باش بکنین؟ اگه نخواهیم به صورت متشکل اعتراض بکنین، چرا نمیشه وقتی که یکی مثل نرگس محمدی، زندانیای دیگه، رسول بود خونواده رسول بوداغی رو میبرن تو زندان، خیلی های دیگر رو زندان، چرا نمیشه مقابل اون زندان اعتراض کرد؟ کردن این کار رو خونواده ها. ولی من میگم شمایی که دلتون میسوزه، میدونم دلتون میسوزه، میدونم قلبتون با اون چیزه، حتی اون دوستی که میگه که چرا یه ذره میان تو خیابون برمیگردین، از رو دلسوزیش داره میگه، داره میگه بسه بیشترش کنیم. خب من چیزی که دارم میگم، اولین کار اینه از خودم سوال کنم من چجوری میتونم متشکل تر اعتراض کنم. نمیشه کمیته‌ای تشکیل داد در حمایت از زندانیان سیاسی؟ نمیشه در سراسر ایران، شما دارین صدای من رو از سراسر ایران میشه، نه فقط یه منطقه، نمیتونین در همون جایی که هستین با دوستان و آشنایانتون یه حرکت اعتراضی انجام بدین؟ هست، لازم نیست باشه، هستش. نگاه کنین دور و براتون، تو شهرتون چند تا زندانی سیاسی هست؟ چند نفر داغدار شده؟ چند نفر بالقوه در خطر دستگیری هستش؟ تقریبا همه. بفرمایید، شما رو خط تلفن هستید. سلام خانم. سلام میکنم. خیلی ممنون. الو؟ الو، شما لطفاً به تلویزیون توجه نکنید. صدای من با تأخیر پخش میشه. من تلویزیون رو باز کردم. پس بفرمایید، صدای شما رو داره. این آقایانی که میان میگن تظاهرات نمیشه و این چیزا، واقعاً دو ساعت کشیدم. اگه ما مردم ما مثل کردستان بلند میشدن، این رژیم قلطه رو تونست بکنه. این یه واقعیت که از عبور بکنی شما مردم اون خیلی منفعل شدن.
اصلا فعال نیستن. این 20 تا دختر از خونه به دوش کردن، 20 تا دختر هر روز نگاه میکنن چهره شون تو اسفند، نگاه میکنن تو آینه خودشون، هر روز کشته میشن، هر روز خودشون میمیرن با این آسیب پاشی. اینه کتو بلند چک شما میگید چرا نمیگید؟ چرا تحریک نمیکنید مردم بلند شد؟ چرا نمیگید بابا یاد بگید از محبت، یاد بگید از بچه کردستان؟ چرا واقع شما تصور شما که زندانی سیاسی دارن تظاهرات کن یه نفر نمیاد حمایت کنه از اینا؟ چرا نمیخواید قبول کنید؟ خانم چرا نمیخواید قبول کنید؟ نه تحریک کنید، نه واقعا من تو تحریک میکنم. این شما این برنامه این جرن که تو محبت اتفاق افتاده، اگه تو یه کشور عربی که این همه مسخره کنی میافتد تمام مردم میمدن بیرون. چرا نمیخواید قبول کنید؟ هر کی یه گوشه را گرفته را داره میچپه. این واقعیته. شما چه بخواهید؟ چه نخواهید واقعیته؟ باید به مردم گیرم بلند چید تکه. شما تصورشو بکن نه نزداینده باید تو اون این مفرده بدم، تو اون این مرده رو بده که نشستم تو خونه میگم لنگش کنید. آقا بیان امریکا بزنه ما آزاد بشید، فلان بزنه ما آزاد بشید، مگه میشه؟ 2500 سال یه عده مبارزه کردن، یه عده موب نشست خوردن. 2000 سال این مبارزه مال آدم نیست، 2500 سال. این واقعیت که چرا میخوایی قبول کنید؟ خیلی ممنون از نکاتتون. خواهش میکنم، این واقعا میگم ما نگاه میکنم به این بچه کردستان که دمتون بیاد اصلا به شما واقعا. اصفهان چیکار کرد؟ تهران چیکار کرد؟ ترانه موسویان بردن اونجا تجاوز کردن سوزوندن یه نفر بلند شد؟ خب چی به تکه واقعا واسه دوتا امریکایی میره شام را شام میکنه زندانه که تو تیکه تیکه تا هیچ کاری نمیکنن. انسان این وقت چینه به چون اسم واسه اسم اینه بزن شکنه محتون حیوات هم مثل امرش واقعا میگه واسه نظر نمیتونه واقعا از تعجب آوره. دیروز برنامه بود آقای کوروش ارفان با اون آقای افتخاری، آقای افتخاری دو سه تا گریش داره واقعا گریش داره به طبعه مستقیم بود. مگه میشهده این را ببینید اون نخوره؟ یعنی چی؟ خیلی ممنون دوست عزیز از نکاتتون. تشکر. برای شما که کار دارم میکنید. ای کاش اینا که توی تهران نشستم با این چیزه، ای کاش یک ساده به همین نگاه کن به افغانستان مردم کنه چهار نفر اعدام کنن میشینم به افغانستان مسخره میکنن. آخه شما خب چی بگذاره؟ واقعا چی بگی؟ ما همینجا تو همین اروپا درد سر داریم، تو همین اروپا یه مش میره میره ایران بعد میگردن. حالا که واقعا ما تعجب میکنم. خیلی ممنون دوست عزیز، تشکر. چه کیفی کردم با دکتر 14 ساله. حالا چی میگه به اینا؟ خیلی ممنون. دوستان دیگه هم هستن که تلفن، ممنون از تماستون و نکاتتون، تشکر میکنم. بله سوال دوباره، واقعا چرا پا نمیشن، چرا نمیشه؟ طبعا واقعا سوال اینه که چجوری میشه وقتی یک اتفاقی میفته در رابطه با فرض کنین ریحان جباری فریناس، در رابطه با اعدام زندانیان در جاهای مختلف ایران، چجوری میشه یک اعتراض هماهنگ صورت داد؟ اگه یادتون باشه مدرجه مسئله زانیار و لقمان مرادی بود که اعتراضات در شهرهای مختلف بود، چجوری میشه بستش داد؟ تمام اینا رب داره و مجددا برمیگرده این سوال به شما، شما میخواین چیکار بکنین؟ من فکر میکنم درست میگن حمله همه اینا نیستش. ما نمیخوایم بیان به ایران حمله بکنن، مردم رو نجات بدن، مردم میتونن خودشون رو نجات بدن، ولی سوال اینه که چجوری میشه همین اعتراضات رو، این اعتراضاتی که وجود داره، نه مردم خاموش نیستن، من موافق این نیستم، ولی در این حال سوال اینه که این کافی نیست. یعنی وقتی اعتراضی صورت میگه این اعتراض باید تمام ایران رو در بر بگیره. ببینین چقدر تغییر کرده در حال حاضر. وقتی که یکی مثل فریناز جونش رو از دست میده، جمهوری اسلامی میخواد یه جوری بگه که کسی نبوده، اصلا مسئله دیدین دیگه اظهارات رسمیشون رو که اصلا اطلاعات در کار نبوده، اون فر اصلا اطلاعاتی نبوده، یا مسئله اسید پاشی ها صورت میگیره، میترسن از اعتراض مردم، میترسن از کوچکترین اعتراض، میترسن نمیتونن.
ببینین چند نفر از این زندانیان ها، همین کارگران زندانی رو که اسپردن آزاد میکنن، مجبورن به قید وثیق آزاد بکنن، نمیتونن، چون که دنیا داره نگاهشون، مردم منظورمه نه دولت ها، مردم دارن نگاهشون میکنن، دارن حمایت میکنن. ولی اعتراضی که در ایران هستش، سراسری شدنش این کلیدیه. بفرمایید، شما رو خط تلفن هستین. سلام علیکم خانم مجدد، مزاحمت شدم، ببخشید. من خواهش میکنم، من یک دادخواهی دارم، میخوام از انسانیت این آخوندا بگم، از رفتار و از حق و حقوق رو نمیدونم مستضعفین که اینا دارم دم میزنم بگم. من نزدیک 60 سال یه زن 52 سالمه، یه زنین دارم 100 متر، این 100 متر زنین رو اینا عدالت شنه میخوام بگم. 5 سال زمین من اینا نمیدن، تازه قاضی اجرا در مبنایی که در میگرد میگه آقا شما دلش کردی رفته، میگن آقای کریمی شما من اگر میتونستم بگیرم خود گرفته میدم، میرفتم میگرفتم. شما که قانون، هم قانون که خودتون گذاشتیم، قانون خودتون قبول نداریم، اینا قانون که خودشون گذاشتن خودشون قبول ندارن. خانم مجموعه به خدا، به اون عمر، به اون عثمان، به اون ابوبکر، به اون امام صادق، به اون هر کسی داره، اینا خودشون قانون که تصویب کردن قانونشون قبول ندارن. قاضی وقت رأی داده، رفته دیوان عالی کشور تایید شده، اینا قانون خودشون قانون قبول ندارن. خیلی ممنون دوست عزیز. یکی از دوستان پشت خط هستش، اگر اجازه بدین، چون فقط 10 دقیقه به برنامه مونده، اما وقت بود دوباره بیان رو خط. خیلی ممنون. بله، طبعا قانون خودشون رو قبول دارن، کاملا قبول دارن. بفرمایید، شما رو خط تلفن هستین. سلام سیرا خانم. سلام میکنم. خسته نباشید. خیلی ممنون، بفرمایید. یه سلام هستم خدمتتون. بله، میگن این برنامه مدی مال همه نیست. خب شما دارین زنگ میزنین، شما جز همه این، بفرمایی نکتتون رو بگین. ببینید الان این برنامه شما مال همه، همه حق دارن زنگ بزنن، همه حرفاشون و همه پیشنهاد و انتقاداتشون رو دیگه بگن دیگه. خب بفرمایید، دوستان پشت خطن، میشه خواهش کنم صحبتتون رو بکنین؟ حالا منو به زوم برش کردن، گفتن باید بگی که نه، همچین چیزی نیستش. نیستش. شما همون کسایی من... که نکتتون رو لطفا بگین، نکتتون چی هستش؟ حالا تریبون در اختیارتونه، نکتتون چیه؟ بفرمایید. من فقط میخوام بگم که اگه سرم هم بره، یعنی حتی اگه بخواییم نهات بکشیدم هیچ وقت نمیگم من بخوام. خب برین تو رسانه جمهوری اسلامی بگین، آخه کسی به شما نگفته بگین مرگ بخ، این شما این که مردم رو شکنجه میکنین، میگین بگین توبه کردیم و غیر و ذالک، این شما، این ما نیستیم. من نمیدونم چرا زحمت میکشین زنگ میزنین، خودتون رسانه دارین، جمهوری اسلامی چند تا کانال داره، برین. آخه بدبختی اینه حتی به شماها اجازه نمیدن حرف بزنین، یعنی واقعا رقت برانگیزه. بفرمایید، شما رو خط تلفن هستن. هستین، بفرمایید. من زنگ میزنن، خط رو اشغال میکنن، در نتیجه شما از آن نمیتونین زنگ بزنه، این راهشونه، این هم یه راه خاموش کردنه، ولی موفق نمیشن. من به جای شما حرفاتون رو میزنم، اینو خیالتون راحت باشه، در نتیجه نمیتونن خفه کنن. وقتی که کسی اینجوری حرف میزنه، طبعا داره حرف خودش رو نقض میکنه. آیا من میتونم یه دقیقه برم از رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی حرف بزنم؟ فکر نمیکنم. فقط 10 دقیقه از برنامه‌مون مونده، اجازه بدین یه توضیح بدم در رابطه با یه حرکت خیلی مهم، و اونم روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی هستش. حتما زنگ بزنین تا آخرین لحظه تلفن‌ها رو میگیریم، چون مهمه صدای شما عزیزان رو داشته باشیم. یه چیزی که فقط اگه لطف کنین کوتاه حرف بزنین، چون فقط 10 دقیقه داریم هر بار زنگ میزنین. یه چیزی که من میخوام بگم اینه که ببینین، در مورد اعدام، در از 26 ماه مارس، یعنی کم در واقع یه ماه و نیم حدوداً،
حدود 100 نفر اعدام شده به جرم مواد مخدر و غیره. این تنها آماریه که اعلام شده، آمار رسمی نیست. سازمان‌های جهانی چشماشون رو بستن، چون قرارداد و توافق بستن با جمهوری اسلامی، حاضر نیستن حتی روش صحبت بکنن. یکی مثل در واقع کسانی که خودشون باشون ملاقات کردن و صحبت کردن، مثلا مثل نرگس محمدی، کسی هستش که یکی از فشارهایی که روش بود به خاطر ملاقاتی که بود باش شده بود، هنوز حتی اتحادیه اروپا حاضر نشده هیچ کاری بکنه. اعدام ها داره میشه، کارگرای زندانی قرار روز کارگر رو برگزار بکنن، قبل از اون دو سه روز قبل از اون تعدادشون دستگیر میشن، تعدادشون تحت فشارن، حکم تعلیقی دارن، تهدیدشون میکنن. خانواده کسی مثل رسول بوداغی به نام ابراهیم زاده و غیره رو میارن تحت فشار میارن، شکنجه روحیشون میکنن. بفرمایید، شما رو خط تلفن هستین. حال محبوب، وقت شما بخیر. من دوباره اومدم رو خط. به این خانومی که اومدن رو خط صحبت کردن، این خانوم عوامل رژیم از مامورین امنیتی هم بهشون یک کیت دادن، اون کیت رو تو رادیو اسرائیل هم این مطرح کرد که گفت این خانوم خودش با میل خودش بوده و رفته از بالا پشتون پارک لیز خورده افتاده و از این صحبت ها، یعنی برای تاییدیه رژیم بوده این مسئله. میخوام از مردم چیز کنم، آگاه باشن. رژیم هم این مله ها بیکار نشستن و میان صحبت های ضد نقیصی میگن، باور نکنن. اینها عوامل رژیم هست. رژیم هم برای خودش یه کیسی حاضر کرده که برای ساکت کردن مردم به پاخه. خیلی ممنون، تشکر میکنم. واقعا جای تاسفه. زن تو اسلام آدم نیست. زن تو اسلام توی اون قوانین، تحت قوانین جمهوری اسلامی، شوهرش میتونه بهش تجاوز بکنه، هیچ راهی نداره. هر کسی میتونه. کسی که خودش زنه میاد از جمهوری اسلامی دفاع میکنه، من نمیدونم واقعا چی در موردش بگم. ولی برگردم به این صحبتم. ببینید، در مورد اعدام صحبت میکنیم، در مورد اعتراضاتی که شده صحبت میکنیم، در مورد این صحبت میکنیم که از بعد از سر کار اومدن روحانی بیشتر از 800 نفر فقط اعدام شده. در رابطه با کارگران معلمان میشه جواب نمیگیرن به هیچ عنوان خواسته هاشون، دستگیرشون میکنن. معلمان زندانی هنوز تو زندان هستن. کارگران زندانی رو به خاطر اینکه فقط حدس میزنن یا اینکه میدونن برنامه اول ماه مه رو دارن فراخوان میدن، دستگیرشون میکنن، فشار بهشون میارن، بهشون میگن حق نداریم بگین که ما حق و حقوقمون رو میخوایم. یکی مثل فریناز خسروانی رو که به نظر من سمبل صدها زنه که در سکوت، در خاموشی جونش رو از دست میده و کسی حتی اسمش رو نمیبره، از بین میبرن. و تمام این فشارهایی رو که شما میکنید، تمام این اتفاقات رو که نگاه میکنین، این یک اعتراض جهانی میخواد، این یک فشار جهانی میخواد. همین رو میخواد که شما میگین چیکار بکنیم. و روز 30 خرداد برابر با 20 ژوئن روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی هستش. 4 ساله که کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی به همراه تشکل‌ها، افراد و اتحادیه‌هایی که مدافع حقوق انسانی هستند، داره این رو در سراسر دنیا برگزار می‌کنه. دوست عزیزی که گفتی کجا کی حمایت کردن؟ سال 2011 در 50 شهر دنیا اعتراض وجود داشت در رابطه با این روز. نزدیک هستش، خیلی مدت زمان کمی مونده 30 خرداد. تاریخ رو دارین، زمان رو دارین، در کشورهای مختلف قرار اتفاق بیفته. این روز روزیه که در رابطه با اعدام ها باید به پا خواست، در رابطه با شکنجه و زندان خواست زندانی سیاسی آزاد باید بشه، خواست خشونت علیه زنان ممنوع، خواست این که عاملین کسانی که شکنجه میکنن به قتل میرسونن باید به محاکمه کشونده بشن، خواست این که باید پرونده ریحان جباری دوباره بیاد و عاملین و عامرین کسانی که این دختر جوان رو زندگیش رو تباه کردن و اعدام کردن در واقع بیاد رو محاکمه بشن. روز 30 خرداد روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی، روزی هستش که شما عزیزان، تک تک شما هر جای دنیا که هستین، در مقابل زندان ها میتونین گرد بیاین، در همراه با خانواده های زندانی، در مقابل دفاتر رسمی خواستار آزادی زندانیان سیاسی بشین. نه فقط از اون. ببینید، وقتی شما میگین زندانی سیاسی آزاد باید گردد، یعنی این که من حق
یک زندگی انسانی رو باید داشته باشم، یعنی من حق آزادی بیان داشته باشم، یعنی اینکه معلم نباید تو زندان باشه، کارگر نباید تو زندان باشه، زن نباید به جرم زن بودن و دفاع از خودش به قتل برسه. یعنی این چرا که زندانی سیاسی برای این تو زندان هستش. همه شما میگین ما 80 میلیون تو این کشور زندانی هستیم، قبوله، منم قبول دارم ایران رو تحت حاکمیت شوم جمهوری اسلامی شده یک زندان بزرگ برای انسان‌ها، ولی در این حال اینها وقتی که زندان رو نگاه میکنی تعدادی رو دستگیر میکنن، شکنجهشون میکنن به خاطر اینکه به خیال خودشون جو رعب و وحشت به وجود بیارن. تونستن؟ نه نتونستن. اگه میتونستن تو مهابات همچین اعتراضی صورت نمیگرفت. اگه میتونستن رو صورت 4 زن سم اسید بپاشن اون اعتراض تو اصفهان نمیشد. پس مردم نشون دادن نمیترسن. من میگم که این مناسبت ها بهترین وقت هستش. روز کارگر اول ماه مه 11 اردیبهشت اعتراضات زیادی صورت گرفت. امسال بیشتر از هر سال دیگه در دفاع از حقوق کارگران و در حمایت از کارگران زندانی اعتراض بود. فقط 3 دقیقه در واقع بهم اطلاع دادن از برنامه‌مون باقی مونده. یه کلیپ ویدیویی هستش که همکارم فرشید فراخنیا تهیه کردن، فکر می‌کنم 2 تا هستن، در رابطه با 20 ژوئن در سال‌های قبل که برگزار شده، 30 خرداد. 30 خرداد در واقع داره 2 نسل رو به هم گره می‌زنه. اعدام‌ها، دستگیری‌ها و سرکوب‌های دهه 60 که از 30 خرداد مشخصاً شروع شد و 30 خرداد سال 88 که ندا آقا سلطان رو کشتن و در همون روز حدود 4000-5000 نفر رو دستگیر کردن. این 2 تا نسل باید با هم دیگه بیاد در 30 خرداد امسال با صدای بلند بگه زندانی سیاسی رو آزاد کنه، بگه که حق ندارین، حق ندارین شکنجه و زندان کنین، حق ندارین کسی رو که از بدبختی خودش با مواد مخدری که شماها پخش کردین همین دولت، حق ندارین اعدامش بکنین، باید درمان بشه. همین حرفایی که همینجا میایین میگین چیکار باید کرد، چرا نباید بلند شد، چرا نباید این اعتراضاتو بیشتر کرد؟ من این سوالو به خودتون میگم، در واقع جلوی خودتون میذارم. یک تاریخ هست، 30 خرداد امسال، روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی، چیکار میخواین بکنین؟ چه جوری میتونین در این روز شرکت بکنین؟ هر فرمی، هر شکلی، در هر شکلی که میتونین، چی کار میخواییم بکنین؟ وقت هست، چرا نمیشه براش سازماندهی کرد؟ و از شما میخوام هر کسی رو که میشناسین باش صحبت کنین، در ایران، خارج از ایران. زندانیان سیاسی از داخل زندان برای روز این روز نامه میدن، پس ما باید خیلی کارهای بیشتری با تون بتونیم بکنیم. من وقتتون رو بیش از این نمیگیرم که وقت کافی باشه که بتونیم این کلیپ رو هم با هم دیگه ببینیم. در واقع مجموعه ای هستش از اعتراض در کشورهای مختلف، هر کسی هر کاری از دستش بر اومده در کشورهای مختلف با یک حرکت سمبولیک انجام داده و از شما میخوام که از همین حالا در روز 30 خرداد، روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی شرکت بکنین. صدای من و شما مهمه. اگر به پدر و مادر حسن رونقی میگن که شما نباید با هیچ رسانه‌ای صحبت کنین، ما باید صداشون باشیم. وقتی یکی از دوستان میاد در مورد زندانی صحبت میکنه، اون یکی میاد در یکی زندانی، عملا داره میگه که رژیم، من صداشم. مهم نیست صداشو به نظر خودت خاموش کردی، من صداشم. من صدای مادر ستار بهشتی هستم، مادر صدای پدر و مادر حسین رونقی هستم، صدای نیما هستم، پسر به نام ابراهیم زاده کارگر زندانی، و من صدای همه این زندانی ها هستم. اینو داره میگه. چه کار میتونیم بکنیم؟ 30 خرداد روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی نزدیکه. طبعا ما چند برنامه دیگه در این مدت خواهیم داشت در این رابطه، ولی از همین حالا میخوام بهتون بگم این مناسبت باید کاری کرد. هر شهری متاسفانه زندان داره، کلی زندانی سیاسی داره. نمیخوایم برای زندانی سیاسی بیان تو خیابون، برای حق خودتون بیان تو خیابون. از بیکاری، اعتیاد، از تمام این قوانین ضد زن، تمام اینا واقعا به هراس اومدیم، بیان تو خیابون، این موقعشه. کلیپ آماده هستش، با هم دیگه این رو میبینین. از توجهتون و شرکتتون در این برنامه تشکر میکنم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و مطمئن باشین که پیروز خواهیم شد.
با تشکر. گزارش های تصویری از تجمع اعضای کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در کشورهای مختلف در روز جهانی کارگر. اعضای این کمیته به همراه دیگر ارگان ها و سازمان ها و اعضای مختلف روز کارگر را گرامی داشتند و با حضور در این راه پیمایی ها حمایت خود را از زندانیان سیاسی و کارگران و معلمان زندانی در ایران اعلام کردند. شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکارت ها و تصاویر کارگران زندانی و معلمان زندانی با شعار خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران شدند. گوشه هایی از گزارشات اول می ارسالی از کشورهای هلند، کانادا، سوئد، انگلستان، نروژ و ترکیه را با هم می‌بینیم. صدای زندانیان سیاسی ایران باشید. متحد و یک صدا در 20 ژوئن به خیابان ها می رویم. آلمان، سوئد، نروژ، هلند، انگلستان، آمریکا، ترکیه، سوئیس، دانمارک، بلژیک، کانادا، استرالیا منتظرتان هستیم در همه جای جهان. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی.